ګران دوستانو سلامونه او احترامونه خراغلاس د سپینو خبرو پروګرام ته هیله ده چې هر یو جوړ اوسئ خوشحاله اوسئ ښه وختونه ولرئ دوستان عزیز عزیز سلام او احترام بسم الله الرحمن الرحیم باز هم از این طریق خدمت شما هستیم از طریق شبکه جهانی تلویزیون پیام افغان بخش سخن اوریان اوضاع جاری افغانستان و امروز یک نوید هم با خود داریم و با یک دوست عزیز مصاحبه داریم البته تجارب کاری از اونا و نتایج کاری از اونا و ای که در اجتماع افغانستان خصوصا در طول سالها سهم خدا ادا داشتن صادقانه آقای جناب سید داود آقا رئیس اخبار اراده در افغانستان و همچنان زاوان جهاد رئیس البته مؤسسه نشراتی افغان از پشاور یعنی در طول سی و چند سال پای هم در خدمت اجتماع افغان ها از طریق رسانی و عکسگیری و فیلم برداری و سمی و بصری و کتبی شمولیت داشتن در خدمت قرار داشتن با اونا سری صحبت باز خواد کردیم انشاءالله اونا البته همو کارهای از اونا را ارزیابی میکنیم به حیث یک تقدیر و ای که یک شناختی از اشخاص صادق و به یک حساب آن کسایی که برای خدمت افغانستان در طول سالها کوشیدن و عرق ریختاندن خطرات پای همه پذیرفتن تقدیر شوند ما آقای حاجی صاحب سید داود آقا را از طول سالها میشناسم و احترام برشان میگذارم چون پاک البته قلم برداشتن و کمری خود عیار ساختن افاقی و بدون کدام رجحان سمت و زبان و تنظیم و یرفا صادقانه عمل کردن دیگه افراد صادق افغانستان در هر بخش برای افغانستان مصدر خیر و خدمت قرار گرفتن از اونا باید تقدیر شوه خصوصا که ساعات فیلم برداری یعنی جهاد اینا در کمره و فیلم و با یک حساب تصویر و کاغذ برداشتن در حدود چندین هزار ساعت از جهاد افغانستان داره و با مو کیف و کانی بسیار خوب دیجیتای ساختن و بالاخره امر جمع کردن به حیث یک مال و هستیه مردم افغانستان در امریکا با کانگریس یا کانگریس لایبرری که البته مرکز پخش معلومات جهانی شمرده میشه و لایبرری کانگریس لایبرری اینا اهدا داشتن در امریکا و از اونجا هر کسی درباره جهاد افغانستان بخواه یک داکیومنتری درست کنه یا معلومات ثقه و همه جانبی داشته باشن به صورت افاقی از مواد جناب حاجی صاحب سید داود آقا میتونن استفاده کنن و ایرا هم ما به حیث یک افتخار و به حیث یک تولید نیک برای اجتماع افغانستان داریم شما میدانین دوستان عزیز در مطبوعات چند مشکل ما داریم یکی که هر یکی با ذوق و سلیقه خود و یا کمره مربوط بوده با یک تنظیم و یک بخش از گروپ ها و تنظیم ها و احزاب جهادی هر یکی برای خود برای سود خود، برای تبلیغ خود ایشان کمره را برداشتن یا مصاحباتی که صورت گرفته یا نشراتی داشتن اموتور بوده و در پهلوی از او اگر یک نفر مسلکی نباشه به صورت مسلکی تهیه یک راپور یا یک خبر بسیار دشوار می باشه یک جانبه میشه و به یک حساب به صورت فنی و تهیه و ترتیب نمی گرده حاجی صاحب سید داود آقا علاوه از ای که به صورت افاقی از جهاد افغانستان از همه گروه و تنظیم ها و جبهات افغانستان اینا راپورها تهیه داشتند در امو اسنایی که گلوله باری بود افغانستان تنور آتش جنگ بود در دوران جهاد البته همکاران خدا فرستادن به نقاط دوردست افغانستان راپور تهیه کرده و برای ما مایه بسیار خورسندی است و خوشحالی هست و در پهلوی از او در طول 30 سال خود یک عکس یا فیلم یا
فرض کنیم یک کست VHS یا یک فیته و در لابلای سالها اگر از اون مراقبت صورت نگیره ضایع میشه و از بین میره که مشکل ما خودم هم دارم چون با فیته کار داشتیم و رادیو بود یکان بار در امی گدامی که ما کست های خود دارم ذخیره کردیم یک بار بسیار جالب بود دوستان عزیز در امو گدامی که کست ها را گذاشته بودیم یک چند موش پیدا شده بود و این موش دشمن کست و چیزای نرم است برای خود آشیانه درست میکنه یک کستی را که ما سر از او تقریبا هیچ نباشه یک 10 ساعت 15 ساعت خود مصرف کرده بودم و یک کست 2 ساعتی مصاحبه با یکی از اشخاص بسیار مهم و عامل در او وقت بود بالایش نوشته بودیم که موش امو فیته را کنده بود و در دهنش بود فرار میکرد او را که دیدم بسیار هم تو استاد شدم برای یک 10 دقیقه ما چرت زدم که سر زمین کست ما یادم همه چندین ساعت ما مصرف کردیم تا او آدم وادار ساختیم و یک حساب با مصاحبه کشانیدیم باز خود ما سوالاتی از داشتیم این سرمایه مردم افغانستان و از آرشیف خود رادیو پیام افغان برای افغانستان بوده که در چند سال بعد این ضرورت میشه که کی چی گفت یعنی به شکل سمی امو حتی حفظ مراقبی کست و فیلم بسیار دشوار است مگر آجی صاحب امو را دیجیتایز ساختن و راستی بسیار خوب بسته‌بندی کردن و او را دیگر به صورت دائمی از لحاظ فرسایش و یارفا دائمی میمانه و مال مردم افغانستان هست و البته متعلق است به فعالیت های جناب حاجی صاحب سید داود آقا و او را ما عرض میگذاریم ما اول خوازی تاریخ برشان تبریک عرض میدارم و به حیث یک دوست و برادری که در طول سالها زحمت فراوان در راستای مطبوعات افغانستان اینا متحمل شدن خداوند اینا را اجر ای جهان و جهان نصیب ایشان بداره خداوند ایشان و فامیل ایشان خیر و برکت نصیب بداره افراد خدمتگار در اجتماع افغانستان یقینا انشاءالله اگر ما تقدیر نکردیم خداوند ایشان تقدیر می دارن و ای که دستشان به مال افغانستان نخورده در می منصب و رتبه ها و ماموریت افغانستان اینا واجد شرایط یک وزارت مطبوعات یقینا بودن و همی چند نفری که وزیر شدن و مدیر شدن اینا درجه بالاتر از لحاظ فهم مطبوعاتی دارن مگر به اونجا هم دلخوشی نکردن و کدام دوزادوزی هم ندارن بگردن بلند و همی مال مردم افغانستان که البته راپورهای جهاد است ایرا به وجه احسن بشار اما تو تعویز وارد گردن خود گفته بعضیا نگاه داشته و امروز او در خدمت هم افغان و هم غیر افغان میتونه باشه ما یگان بار میگم که این فیلمایی که دوستا تهیه میدارن و جهاد افغانستان و در طول سالها یقینا یه حوادثی که بالای افغانستان آمد ما از اونایی چی تو یک فیلم تهیه نشده همین فیلمی که بچه قار شد و دختر را به زور گرفت و باز در نمیدانم چطور شد این چیزایی که از فیلم های ایندی تقریبا کاپی شده او فیلم ها تهیه شده و ما در یوتیوب یکان بار میرم که چقدر بالای زحمت کشیده شده مگر امی اصل خود سرسپردگی های افغان ها در طول 14 سال هجرت ها، دوری ها، جنگ با کلچر، با محیط، سراسیمگی ها، تحمل افغان، بیوه شدن ها، یتیم هایی را که پرورنده میشه در درون افغانستان و در در این و آن پرپر شدیم یعنی پره از حوادث و قصه ها و داستان ها بوده مگر او در قالب فیلم و داستان نمی برای نمیدانم چرا او ترس افغانای ما هم راه یکی دیگر تعقیب می دارن با پول و زحمات و ساعتی که مصرف میشه به هر حال آقای سید داود آقا اونا را یعنی امو جهاد افغانستان و فیلم برداری هم کرده آدیوم دارن و ویدیوم دارن و به 3 السانی پشتو و دری و انگلیسی او را در اختیار قرار دادن و این کاری بسیار نیک است یک سرمایه افغانستان یا غنای مطبوعاتی ما او را میدانم مال مردم افغانستان هست و حاجی صاحب به حساب متصدی و مالکی از اونا هستند و خداوند ایشان خیر و برکت نصیب بداره
ما اونا را روی لاین تلفن دارم که بالای چگونگی آنچه اونا کردن یک چی میگه بخش تقدیری از فعالیت های از اونا بالای ما حق دارن و خواستم او را داشته باشم و در ضمن بالای مطبوعات افغانستان در کل که حالی چی میگذره در افغانستان و وفرت رسانه ها در افغانستان که صدها تا شده و سمی و بصری و آیدیوی و ویدیوی و کتبی این حالت به این حال وقتی ما از افغانستان برآمدم چند اخبار اصلاح و انیس و ایواد و یرفا بود یک مجله یک به نام پشتون ژغ و اینا و یک رادیو به نام رادیو افغانستان که ما یکی از نطاقای از بودم دیگه تو رسانه های به این وفرت و به حساب تعداد هیچ تجربه نشده بود به کلی یک انقلاب در درون خود مطبوعات و رسانه ها آمده مگر بعضی رسانه ها یا به حساب تولید او نمی میره چون آفاقی است و توسط یک شخص با آفاقیت و تهیه شده و بسیار به دلسوزی ما حاجی صاحب سید داود آقا را دارم اونا در ویرجینیا تشریف دارن و یک گرده همایی دو هفته قبل داشتن که در اونجا از کارهای حاجی صاحب سید داود آقا تقدیر شد خارجی ها و افغان های موضوع رسانده بودن و از فعالیت های حاجی صاحب خود امریکایی ها و چند نفر افغان یقینا تقدیر کردن و ما هم حیث یک دوست و برادر از اون یک تقدیری باید داشته باشیم و شما هم خواهش میکنم دوستان عزیز همه تو اشخاص به حساب خدمتگار افغانستان شما تقدیر بدارین تا وقت حیات دارن. حاجی صاحب سلام علیکم. و علیکم السلام. دیر مننه حاجی صاحب مهربان رازی تا په حق له ډیر کم وغږیدم مګر لاغنه ډیر زیات تا کړی دی. زه غواړم چې اول خو تا ته یو مبارکي ووایم، تبریک درته ووایم، کورودانۍ درته ووایم. او دا څو کاله سو تقریبا اته دېرش کاله چې تا زحمتونه ویستلی دي او ډیر سخت کارونه دي کړي، بیا خصوصا د جهاد په وخت کې چې هغه څومره خطرونه و. حتی خلک له کمرې سره دښمن و، ځینې خلکو به کمره د افغانستان د خلکو دښمنه بلله و دا هغې ده د حرام ده. نو د هغه لپاره تا په همغه وختو کې تر اوسه پورې زحمتونه دي ویستلي، بیا خصوصا د افغانستان جهاد یا عکاسي کړی، تر آخره پورې تا نشرات کړي دي. ما غوښتل تا نه تشکري وکړم او ته که څه لرې حاجي صاحب چې دا دې بیا راوړو کانګرس لایبرري ته دې ورکړي دي. لږ لږ په همدغه زم د زړه غوټې لرم او ډېر هغه داستانونه لرم دا څو کالو، مګر د تا به ډېر زیات وي چون ډېر دننه په متن د حوادثو کې تا فلم برداري و عکاسي و فعالیتونه کړي. لږ زره د شینواریانو په خوله راته وګړي اګه صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. زه د ټولو د مخه خطاب صاحب تاسو ته، ستاسو همکارانو ته او ستاسو د تلویزیون ډېرو معززو او درنو لیدونکو ته سلامونه او خپلې ښې هیلې وړاندې کوم. وعلیکم السلام. خطاب صاحب تاسو ډېر لطف و مهرباني وکړه. زه فکر کوم چې دومره تشویق و ستاینه چې تاسې وکړه، بیا هم زه کلمات او جملات نه لرم حتی چې زه ستاسو په وړاندې ستاسو د لیدونکو په وړاندې دې ته ځواب ووایم، خو دومره درته ویلی شم چې دغه یو دین و یو امانت و، لکه څنګه چې تاسې پوهیږئ چې په افغانستان کې په تیرو څلورو لسیزو کې په هر لیش کې د یو انسان وینه هلته لیدل کیږي او د دې سره داسې کورنۍ نشته دی په افغانستان کې چې تاسو په ټولو ولایتونو قومونو کې وګرځئ چې هغوی په دې څلورو لسیزو کې قرباني نه وي ورکړي. نو زه چې کله دا د بېګناه انسانانو وینې ته پاملرنه کوم یا کله زه په دغې کورنیو باندې فکر کوم، نو زه فکر کوم چې هغه کمې هلې ځلې چې مونږ کړي دي دا ډېرې کمې دي، دا ډېرې ناچیزې دي او دا د یو انسان په صفت، یو افغان په صفت زه فکر کوم زموږ مسؤلیت و دنده وه مونږ په افغانستان کې بدون د ټکس نه، یعنی بدون د کوم حقزامې نه عالي تحصیلات کړي دي. حتی په پوهنتون کې مونږ او تاسو ته ټولو ته یو څه ماش حکومت راکوو، هماغه د خلکو پیسې وې چې مونږ ته رارسېدې. نو کله چې په افغانستان بده ورځ راغله، یعنی هغسې یو حالات راغی چې په افغانستان جنګونه او جګړې تر ننه پورې تحمیل شوې،
نو ما فکر وکړ چې دغه زمونږ یو رسالت دی، مسؤلیت دی، هغه د افغانستان ښې شپې چې مونږ لیدلې وي، نو دا شپې هم باید مونږ په هغه خپل ایماني وجداني مسؤلیت سره کوم حق چې په مونږ زمونږ هیوادوال لري هغه سرته ورسوو. آفرین. خو زه غواړم لږ ذره مخکې لاړ شم، چون پروګرام ډېر زیات فرهنګي پروګرام دی، نو غواړو چې خپلو لیدونکو ته ډېر موثق او مستند معلومات ورکړو. زه فکر کوم چې لکه څنګه چې تاسو پرې پوهیږئ، د دیموکراسۍ په لسیزه کې، یعنې د 1933 کال نه تر 1952 کاله پورې، په دغه لسیزه د دیموکراسۍ کې په افغانستان کې آزاد نشرې وي، آزاد فعالیتونه و، سیاسي ډلې وي، که څه هم حزبونه هلته رسمي ثبت شوي نه وو، لیکن آزاد مطبوعات و، د خلق، د پرچم، افغان ملت، شوری جاوید، کاروان، شوخه، کومک، دغه ټولې نشرې وي، حتی ورځپاڼې وي چې هلته یې فعالیتونه کول. منتها کله چې 1952 کال کې شهید داود خان کودتا وکړه، نو اکثریت دغه نشرات بند شول، حتی هغه مطبعې چې د ظاهرشاه په وخت کې یا د دیموکراسي په لسیزه کې هلته جوړې شوې وي، هغه مطبعې هم دولت سره ارتباط ونیول، یعنی دولت ضبط کړي. او زه په هغې وخت کې د داود خان په شروع کې په یوه مجله کې محتمم یا معاون وم، هغه مجله د وګبې په نامه یادېده او په د کابل په پوهنتون کې نشرات کول. نو د هماغه وخت نه زما سر و کار مطبعې سره و، نشراتو سره و، او هیواد و انیس دغه دولتي ورځپاڼو ته مې کله کله راپورونه او مرکې برابرولې. بیا کله چې 1955 کال کې کودتا وشوه، د کودتا سره سم ټول شیان بیا هم دولتي وو، یعنی آزادو رسنیو ته اجازه نه وه او په ټولو شیانو بندیز ولګېده. هم د داود خان په وخت کې، هم اووم د ثور نه وروسته، نو کله کله به په کابل کې شبنامې خپرېدې، ډېرو لویو ښارونو کې لکه کابل، هرات، جلال آباد، مزار، نور داسې نشرې وو، آزاد فعالیتونه پکې نه وو. اما کله چې تاسو پوهیږئ چې روسانو په 1949 کال په دسمبر کې په افغانستان باندې حمله وکړه، نو په دې وخت کې فعالیتونه هر طرف ته شروع شو، په کابل کې هم شبنامې زیات شوې. اما زه غواړم چې په دغه وخت کې زه تاسو ته یو عرض وکړم چې زیاتر خلکو به د بی بی سي راډیو واورېده، او راډیو به هم راپورونه به د سفارت په حواله وو، یعنی یو حادثه به چې مونږ په کابل کې وو په هغې وخت کې، یو واقع چې به وشوه، د دې واقع نه به مونږ زر خبرېدو. اما د بی بی سي راډیو چون هلته خبریالان نه درلوده، غربي خبریالانو ته دوی اجازه نه ورکوله دوی دې په کابل کې راپور جوړ کړي، نو سفارت به چې دا خبر ترلاسه کړه تقریبا دوه درې ورځې به پرې تېرې شوې. یو هفته بعد په هغه خبر د بی بی سي خبریال نشر کړی وو، یعنی په کابل کې اوضاع داسې وه چې پرته د حکومتي او د روسي پلاوې لکه پراودا، ایزوستیا، تاس، مسکو راډیو، دغه نشرات هلته ډېر زیات فعال وو او د افغانستان حکومت سره مرسته کوله. نورو چاته، نورو خلکو ته یا ژورنالیستانو ته دا موقع نه وه چې دوی د آزاد فعالیت کړي. بالاخره کله چې روسانو یرغل وکړ، په دغسې یو حالت کې مونږ راغلو پاکستان ته. پاکستان ته چې راغلو، مونږ یو ګروپ د افغانستان د تلویزیون پروډوسرانو د مطبوعاتو کارکوونکي وو، هلته راغلو، کارم شروع کړ. کله چې کار شروع کړ تنظیمونو سره، نو په دې وخت کې تنظیمونو هم هماغه پالیسي درلوده لکه کابل کې چې د خلق دیموکراتیک ګوند درلوده، یعنی په دې معنا ټول شیان تنظیمي وو. که تا غوښته چې افغانانو روزي، تنظیم درته خپل د تنظیم خلک معرفي کول. که تا غوښته چې داخل ته کمره ولیږي یا راپورټ جوړ کړي، ته باید هغه ټول اعتبار او کریډیټ او افتخار هماغه تنظیم ته ورکړي. دغه سوالات په پېښور کې هم مسالات و تنظیم وو. د دې تنظیمونو په خوا کې زه باید یادونه وکړم، د دې خلکو حق دی د افغانستان د ثقافتي شورا په نامه یوه اداره وه په اسلام آباد کې چې د ارواښاد صباحالدین کوشککي دخوا مخکې تله، او په دې کې هم ډېر یو قوي ګروپ د افغانانو چې په هغې کې رفیع صاحب و، غالب صاحب و، اشرتي صاحب و، سلجوقي صاحب و، دوی هم نشرات درلوده، منتها مجله نشروله او نور تحقیق او ریسرچ په جهاد کوو.
او د دې سره په خوا کې په کابل کې هم په وبخې په پیښور کې هم یو څو ادارې فعاله وي، مثلا د آزاد افغانستان د لیکوالو ټولنه وه چې پروفیسور رسلوینی په راس کې وو، هغوی هم مجلې کتاب اخبار چاپو، او د دې په خوا کې ولسمال صاحب هغې هم اخبار درلود، هغه هم فعاله وو، ورسره عزیز الفت شهید چې وروسته شهید شو هغې هم اخبار درلود چې په همدې اخبار شهید شو، او وروستی کس چې هلته آزاد فعالیت درلود او ډېر مهم و هغه د افغان اطلاعاتي مرکز و چې په راس کې پوهان باودین مجروح د ادبیاتو پوهنځي پخوانی استاد و هغه فعاله و، او د مجروح صاحب نشرات هم په انګریزۍ ژبه د بلیتن د لاره نشریدي و بالاخره هغه په 1988 کې په شهادت ورسید. یعنی په دغه څلور پنځه آزادو دفترو کې مجروح صاحب هم شهید شه، الفت هم شهید شه. نو ما چې کله کار شروع که چون زه مخکې د دې نه چې پېښور ته راشم زه د افغانستان په تلویزیون کې د پروګرامونو پروډوسر و دایرکتر وم، یعنی ما هلته پروګرامونه تنظیمول و نشرول مې زما دا کار و. ما زیاتر فوکس په دې وکړ چې د افغانستان جنګ به ورځې خلاصیږي، خو دا خلک به بیا پوښتنه کوي چې ورور څنګه جنګ و، عکس فلم خبرې، او دلته شرایط لکه مخکې ما چې کابل ته اشاره وکړه په پېښور کې عجیب و غریب شرایط و. هغه شرایط دا و چې د غربي نړۍ ټول خبریالان د انګلستان نه، امریکې نه، فرانسې نه، جرمني نه، دوی به راغله پېښور ته او کوټې ته، دې ځینه به یې راپورونه ورکول چې څه تېرېږي په افغانستان کې. یعنی دا راپورونه هم لکه چې د کابله پروپاګندي جنبه یې درلوده دا هم ډېر موثق نه و. یعنی داسې جرات چا نه شو کولی چې دوی لاړ شي ولایت ته، قریې ته، ولسوالۍ ته، هغې ځینه عکس فلم وادیو یا خبر جوړ کړي. نو دا خبریالان هم دلته و، تقریبا یو څو عکاسانو پروډوسران دوی به غوښته چې سرحدي ولایاتو ته تګ و راتګ وکړي، لکه کونړ، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا، قندهار، دې ځینه به یې بعضې فلمونه جوړول. من تا بې ځایه نه ده چې زه د یو ګروپ یادونه وکړم چې هغه د سندیګال په نامه یو برطانوی و، هغې سره دوه کسان نور هم و چې یو یې د اندي په نامه و چې وروسته نورستان کې ووژل شو، بل یې پیتر جووینال و. دغه درې کسان لومړني برطانویان و یا لومړني کسان و چې دوی لاړه سالنګ ته او پنجشیر ته او بغلان ته او تخار ته او د دې ځینې فلمونه جوړ کړه. نو ما په هغې وخت دا فکر وکړ چې هر څوک به زموږ د ډلې نه د کابل راته، د اطلاعات فرهنګ د وزارت یا راډیو تلویزیون نه چې راته، که ته ډاکټر وې تا ته کار پیدا کېده، که ته نرس وې تا ته کار پیدا کېده، مونږ ته خبریال ته او عکاس ته او فلم بردار ته او پروډوسر ته هېڅ نه وه، زمینه د کار هم نه وه. نو ما شروع وکړه، دې تنظیمونو سره مې کار شروع وکړه چې زه غواړم چې خبریالان وروزم، پروډوسران وروزم، کمرمینان وروزم، عکاسان وروزم. دوی ما سره موافقه وکړه، اما وروسته وروسته ما ولیده چې د دوی کار هم هماغه تنظیمي کار دی او یو طرفه کار دی، شاید نتیجه هم ورنه کړي. په دې دوران کې په 1986 کال کې د باستن پوهنتون نه یوه ډله امریکایان راغله، څلور کسانو. دوی ما نه وغوښته چې موږ غواړو چې افغانان په ویډیو، فوټو او په پرنټ راپورټ یا خبریالۍ کې دغه کو ترینینګ کو، ته موږ سره همکاري کوي که نه؟ ما لولې نه، ما سره چون تیار تعلیمي نصاب و، ما دا کار کړی و تنظیمونو سره مخکې د دوی نه. نو موږ د افغان نشراتي مرکز په نامه یا په انګریزۍ کې د افغان میډیا ریسورس سنټر بنیاد کېښود. موږ تقریبا په اول ګام کې د ټولو ولایتونو نه یو نوي کسان وروزل، یعنی د هر ولایت نه درې کسان په هغې وخت کې نهشت ولایته و. دغه کسان چې وروزل دوی ته د باستن د پوهنتون په کومک موږ دوی ته ویډیو کمرې، د عکاسۍ کمرې، د ټیپ ریکارډر دا هم ورکړه. دوی لاړه داخل ته، دوی چې کله داخل ته لاړه د داخل نه دا هر کی مواد راوړه د اول ځل دپاره. مثلا موږ بغلان ته، تخار ته، بدخشان ته، فاریاب ته، دې ولایتو ته څوک نه تله او څوک نه هم پوهېده چې دلته څه کېږي. یعنې هلته شرایط داسې و چې موږ به ټیم فاریاب ته ولېږه، یوه نیمه میاشت به یې په بر کې نیوله، په دې چې دغه نفر دې سره به تقریبا داسې فکر وکړي 5 کیلو تر 10 کیلو پورې به وزن و. دوی به بیا په دغو په لارې په پټو ځایونو، په دې چې د هوا د لارې هم هلیکوپتر بمبار کوو، د لاندې نه به روسانو کمین نیولی و. په دغه ترتیب سره زه عرض کوم چې موږ شروع وکړه او تقریبا په درې میاشتو کې موږ د آژانس په خپو ودرو
من دا مواد چې را ورسېده دا مواد کله چې لندن سره خبرې وکړي امریکای سره خبرې وکړي هر چا غوښته چې دغه تصویرونه او عکسونه دا نشر کړي نو موږ زیاتره د دې د آی ټي این د لارې ډبلیو ټي این د لارې بز نیوز رویتر چې په لندن کې دا د تلویزیون آژانسونه دي دوی ته ورکړه دلته م امریکې کې سي این این سره شروع وکړه عکسونه هم کمره پرس په نامه سیګما بلک سټار دا د اکاسه ایجنسی دی نړیوال دوی سره قراردادونه وکړه د دې سره په خوا کې موږ خپله خبرونه هر مازدیګر پرس ریلیز هم تقریبا نوي وادونو ته د تلکس د لارې ورکوو په هغې وخت کې نو لومړی ځال و چې موږ د پاکستان د دغه نه خلاص شو په دې چې تر هغه وخته پورې پاکستانیانو دا کوریج کوو غربیانو دا کوریج کوو من خپلو کې هغه افغانان چې به د کابل راته هغوی ته به د یو کار زمینه هم برابره شوه یو تعداد کدرونه هم پکې وروزل شول او خپله د افغانستان دغه کوریج د خبرونو یا پوښښ د خبرونو عکسونو فلمونو دا موږ په لاس کې واخېست بلاخره دغې لړۍ دوام وکړ کله چې روسانو ورته ډاکټر نجیب راغی بیا ډاکټر نجیب نه وروسته تنظیمونه لاړه کابل ته د تنظیمونو نه وروسته طالبان راغله د طالبان نه تقریبا تر 2012 کاله پورې ما دغه ټول مسایل تقریبا د 34 ولایتونو نه په 30 موضوعګانو کې یوازې جنګ موږ کور نه کړ دې تربیه روغتیا ماینونه مخدره مواد عادي ژوند زندګي د خلکو وضعیت هم په داخل د افغانستان کې او هم د پېښورو د کوټې په کمپونو کې چې په هغې وخت کې په پاکستان کې تقریبا 15 میلیونه مهاجر اوسېده 300 کمپ او هر هفته به یو ملک صدراعظم به راغی یو کمپ ته به لاړه خلکو سره به یې خبرې وکړي د خلکو مشکلات به یې واورېده نو دغه مسایل ټول تقریبا 3000 ساعته ویډیو 150000 قطعي عکسونه 2000 ساعته آډیو دا ما را ټول کړه او د 2000 کال نه تر 2012 پورې د ارادې ورځپاڼې کلکشنونه مې برابر کړه دا چې برابر کړه لکه څنګه چې تاسو مخکې په خپلو خبرو کې اشاره وکړه مسلکي خبرو ته نو تاسو پوهیږئ چې عین زمان کې چې موږ دغه عکسونه او فلمونه نشرول مثلا سل قطعي عکس به راغله دوه به یې د خلکو په کار وو یا خلکو به غوښته چې د دوه عکسونه خبر نشر کړي هغه ته نوي به پاتې شي هغې ته به ما هماغه وخت کې کپشنونه لیکل معلوماتونه مې ټولول تر هغې چې کمپیوټر راووت کله چې کمپیوټر راووت بیا کار ساده شو دا ټوله ډیټا موږ کمپیوټر کې داخلوله همدې کار دوام وکړ تقریبا 2008 کلونو پورې بیا ما ډېرې هلې ځلې وکړې نبراسکا پوهنتون سره مې خبرې وکړې باسن سره مې خبرې وکړې چې دغسې موږ مواد لرو دا مواد خرابېږي لکه څنګه چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه دا ویچس کسټونه د دوی عمر د 10 کال نه تر 50 کاله دی 50 کاله بعد دا بیا تورېږي دې نه استفاده نه کېږي بلاخره موږ په دې باندې وتوانېدو د خدای پاک احسان و چې د کانګرس د کتابتون سره موږ تفاهم ته ورسېږو او د تفاهم په نتیجه کې هغوی وویلې چې ته باید دا ثابته کړې چې دا دفتر ستا دی اونرشپ ته لري کاپی رایټ ستا دی موږ دا ستا رجستریشن دا شان ګورو بیا ټول اسناد ما ورته وړاندې کړل د دې سره دوی ما نه وغوښتل چې ته باید د افغانستان د دولت د اطلاعات فرهنګ نه یو خط راوړي موږ ته چې هغوی ویلي کړي چې دا شخصي آرشیف دی دا دولت پورې اړه نه لري چې وروسته د هغې نه موږ په دې باندې کار شروع کړو تا سره همکاري وکړو په دې چې عراق کې تاسو پوهیږئ چې دوی تللي وو هلته عراق کې موزیم چور شو کتابتون چور شو هغه دعوه ټوله په امریکایانو خلکو کوله نو په دې جریان کې ما کرزي صاحب سره ملاقات ونیو په هغې وخت کې په 2008 کال کې زه یې غرمې ډوډۍ ته مېلمه کړم نو ما کرزي صاحب ما نه خپله پوښتنه وکړه چې هغه آرشیف چې تا درلود د جهاد په دوران کې هغه آرشیف څه شو ملک صاحب هغه آرشیف ما ټول انتقال کړی دی کابل ته مې راوړی دی او د دې ساتنه ډېره مشکله ده دلته لوی کور په کار دی برق په کار دی ډېر امکانات او زه نن راغلی یم دا ښه زمینه ده چې تاسو ما ته یو رسید راکړئ چې دا د ملت مال دی تاسو سره دې امانت وي او تاسو به خوښ هم چې هر څه کوئ ورته زمانه به دا دین خلاص شي نو کاجي صاحب یو دقه چرت وایي یو دقه بعد ما ته ویلې چې حاجي داود صاحب زه دومره درته وایم چې دا خدمت چې تا کړی دی او تر اوسه پورې دا ساتلي دي بعد دې نه ته وساته که دا ویډیو فوټو سلایډو آډیو موږ ته راکړې امکان لري چې زما مامورین یې په یوه شپه کې خرڅ کړي آفرین وکړه خبرې کړې
او نو دا خبره دا چې ته پوښو دا مواد پوښم الخته نو امر وکړه وزیر د اطلاعات فرهنګ ته چې ما ته دغه یو خط ولیکي چې دا مواد دی پورې ارتباط لري موږ دې سره غرض نه لرو بل اخره غوي وزیر ته ویلي وزیر ما ته خط ولیکه خط مې راوړ کانګرس لیبرری ته په لاندې ډول درته وایم چې بل اخره دوی دا خبره ومنله یو دوه نفر موږ راولېګل واشنگتن ته دوی ته ترېننګ ورکړه چې څنګه به تاسو ډیجیټایزیشن یا ډیجیټل کوي د آرشیف ویډیو آډیو فوټو سلایډ دا نفرو چې ترېننګ واخیست دوی راغله 2012 کال کې کابل ته زمونږ افغانانو ته تقریبا یو 10 نفرو ته ترېننګ ورکړه بلاخره دا کار موږ وکړ او د دې په نتیجه کې اوس 1200 ساعته او ګلچین مواد چې هم کوالټي لري هم خپل په اصطلاح تصویر خبرې کوي دا او تقریبا څلور نوي زره او شپږ سوه او دوه پنځوس قطعي عکسونه او سلایډونه یو درې سوه او پنځوس ساعته آډیو د ټول افغانستان د څلور دېرش ولایتونو لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه په درې ژبو پښتو دري انګریزي رومانایز پښتو رومانایز دري رومانایز انګریزي چې رومانایز کتابتون ژبه ده دا هم دوی ته د ډالۍ په توګه ورکړه یعنی دوی دا د خلکو په خدمت کې وړاندې کوي هغه کسان چې هغوی غواړي تحقیق وکړي ریسرچ وکړي ژورنالیستان دي دوی ترې استفاده کولی شي اما هغه کسان چې غواړي چې دا بیا په سوداګري بڼه باندې دې نه فلم جوړ کړي هغوی باید اجازه زما نه واخلي پرته د اجازې نه هغوی دا استعمالولی نه شي اما د دې سره په خوا کې زه ستاسو محترمو لیدونکو ته ګرانو هیوادوالو ته یو عرض کوم هغه دا دی چې د دې سره سره ما دوه کاپي نورې هم په کابل کې ساتلي دي چې هغه به یو کاپي چون ما کابل پوهنتون کې مفت رایگان درس لوستی دی دا پوهنتون ته ډالۍ کوم او یو کاپي د دې د افغانستان ملي راډیو تلویزیون ته چې زه د هغوی د برکته ما ترېننګ زده کړې کړي دي او هغوی راډیو تلویزیون ما سره همکاري کړې ده په هغه وخت کې چې ما نوی ماموریت هلته شروع کړ نو دوه کاپي په داخل کې دي متاسفانه اوس په داخل کې یو مشکل دا دی هماغه د کاپي رایټ مشکل دی یعنی هلته څوک دا شی نه مراعتوي چې دا عکس د چا دی دا فلم د چا دی په دغې ترتیب سره اما زه امیدواره یم چې دا موضوع که حل شوه دوه کاپي زه هغوی ته ورکوم هغوی به ترې استفاده کوي او دغه کاپي چې د کانګرس په کتابتون کې ده زه ټولو هیوادوالو ته د دې مبارکي وایم هغه افغانان چې شپږ هفتې د عکاسۍ ویډیو او خبرنگاری ترینینګ لیدلی و نن د هغوی مواد د کانګرس په کتابتون کې او ډېر معتبر زده بله بله د ژورنالیستانو سره سم ترې استفاده کیږي زه فکر کوم چې لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه دا مواد نه که څوک غواړي تاریخ ولیکي په بېلوبېلو برخو کې او څوک غواړي په تعلیم او تربیې ریسرچ وکړي په دې کلونو کې په دې دېرشو کلونو کې او څوک غواړي په صحت باندې او څوک غواړي په جګړې باندې مهاجرت باندې په دې کې زندآباد او مردآباد نشته دی په دې کې مثلا د یو تنظیم د بل تنظیم تعریف نشته دی په دې کې د یو قوم او د بل قوم صفات نشته دی هغه څه چې په افغانستان کې تېر شوي دي څه چې روان و هغه د ټولو معلوماتونو سره چې هغې ته په مسلکي لحاظ میتاډیټا وایي یعنی مثلا کشم د بدخشان باندې خبره شوې ده کشم چېرته پروت دی څنګه ولسوالي ده څه دغه لري او معلوماتونه لکه دایرة المعارف غوندې یا مثلا د یو قمندان نوم راغلی دی چې دا قمندان څوک دی کوم تنظیم پورې ارتباط لري عمر څنګه دی دغسې په ټولو شیانو باندې مفصل معلومات یعنی هر څوک خصوصا د ځوان نسل چې راتلونکي کې دلته لویږي افغانستان کې لویږي چې غواړي په دې کلونو باندې ریسرچ وکړي پرته د دې نه چې هو بغز دي په دې چې تاسو ګورئ ډېر کتابونه په دې کلونو کې لیکل شوي دي چا د یو چا تعریف کړی چا د بل چا تعریف کړی چا د یو قوم چا د بل قوم چا د یو تنظیم بل تنظیم د دې شیانو نه موږ په دې کې څه مطلق خودداري کړې ده هغه څه چې وو په ډېر امانت ډول ولایت په ولایت ولسوالۍ په ولسوالۍ یا تا قریه په قریه خلکو ته وړاندې کړي دي په ویډیو کې فوټو کې په هغې کې موږ ته دا زمینه په هېڅ صورت سره برابر هم نه وه او نه هم وه او موږ ابزار ته دا حق نه دی ورکړی چې موږ د خلکو په امانت کې لاس وو که مثلا کابل کې چا وخې افغانستان کې دننه مکتب سوځولی دی برعکس پېښور کې ماشومان په کمپ کې سبق وایي یا هلته کلینیک څنګه دی دلته کلینیک څنګه دی یا بدخشان کې کلینیک څنګه دی هرات کې څنګه دی دغه ټول حادثات او واقعات چې تېر شوي په دې دېرشو کلونو کې موږ په ډېره امانتدارۍ کوښښ هم کړی دی امید دی چې زموږ هغه کسان چې بیا دین استفاده کوي هغوی په دې باندې یو سالم قضاوت وکړي او د وخت په تېرېدو سره خدای دې وکړي چې بیا
تحریف و داشار نشی نو دغه ټول او ډیر مننه حاجی صاحب پاول خو تاته تبریکی وایو څو شهید یو داده چې افاقیت دی نشراتو ده یا هغه څه چې تا تهیه کړي دي د تاریخ د افغانستان ډېر د هر چا په ذوق لیکل سوی ده دغه اوس فعلا دغه دنیا کې چې موږ ژوند کوو مسله د فلم ده او ویډیو ده او هغه خپله سړی په تاریخ کې خبرې کوي حاجت دې نه ده چې د هغه خبرې یو منبع نه واخیستل شي ولیکل شي کتبي تاریخ جوړ شي اوس سمي او بصري تاریخ ده دا تا راخیسته ده هغه څه چې وو اتفاقات او څه چې پیښ شوي دي هغه د عینن راخیستي دي په صورت افاقي افغانانو ته او بل دا چې زه فکر کوم بل په دغه جهاد کې پرته له تانه دغسې یو سړی زه خپله وایي ما به م پیژانده چې په دې ترتیب په ښه یو اصولو سلیقه باندې په کیفیت باندې په افاقیت باندې دا راټول شوي وي او بیا یو مجموعه ترې جوړه شي اته ما تانه واورېده چې یو سیستم ده چې هغه ډیجیټایز کېږي او ملګري نوم دې واخیستو دا بیا 1500 کاله بعد هم موجود دي دا یې ډېر دې هغه ښه نکاتو ته توجه کړې ده په دې چې هر شی یو عمر لري زړېږي هغه چې بیا زوړ شي بیا نو هغې باطله کېږي مګر دلته اوس په دا فعلي ټکنالوژي نړۍ کې یو ډېر لوی یو فایل چې هغه تقریبا دوه لکه صفحې په یو وړکي چپ کې واچوي سه هغه پاتې کېږي تا هغه نکاتو ته هم اشاره کړې ده او ساتلي دي دي او توجه دې ورته کړې او بل په د جهاد دغه حوادث یعنی ډېر له منځه تللي دي هماغسې چې تاریخ د افغانستان اوس که سړی وایي چې احمدشاه بابا یو عکس یو چا رسم کړی ده دغه احمدشاه بابا دغه ده یا فرض که همدغه شاه شجاع یو اوږده ږیره یې ورته ورکړې وه دا شاه شجاع و یا فرضاً جنگ د افغان او انګلیس دا بیخي په دا فکر کې داسې یو سړی تصور کولی چې داسې افغانانو توپکو ډزو صاحب دانپوره توپکو دا هر یو په یو خپل ځام باندې هغه هغه کوي که هلته کمرې وایي که هلته فرض کوو یو عکس وایي له هغه چې سړي اخیستی وایي هغه دوی وایي چې وایي یو عکس د نه پوهېږم څو زرو کلمو ځواب وایي سړی ولیکي همغه یو عکس ورته ځواب وایي تا نو فلم هم راوړی یو عکس دې هم راوړی د جهاد ویډیو واډیو دې هم ثبت کړې بیا هغه دې ښه ترتیب کړي او تنظیم کړي دي زه خو وروره تا ته تبریکي وایم خدای دې تا ته خیرونه در برکتونه در نصیب کړي همدغه جهاد کې ډېر خلکو یا د پیسو په غم کې وو یا د غله توپک ویسه په نه پوهېږم په مالګې منډ هغې کې خرڅ کړه درې کې یا خیبر کې یا فرض که دغه د جهاد پیسې به یو بجګه وه یو ټیټه وه او صاحب دا ګیرې وي او دغه لکه همدغه ډلې او ټپلې چې اوس دي هیچا داسې اصولي کار په هغه ځای کې چا ونه کړي ما خو تعقیب کړي ده د جهاد اوازیس دا چې بیا په راتلونکي کې داسې یو سرمایه ترې جوړه شي او بیا پاتې شي بیا هغه د کانګرس لایبرري ته بیا داسې ته دومره حلال نما کوي یو انسان چې همغه د رادیو غم دې هم خوړلی چې یو رادیو ته ورکوي چون هلته د ټرېننګ اخیستی ده یو پوهنتون ته چې هلته د درس ویلی او یو د دلته راوړی د کور دی آباد خدای دې تا ته خیرونه درکړي زه دې تقدیر ومل دې طریقه بیا موږ ته دې کوم داسې ویډیوګانې رالیږلې په هسې یو پروګرام هفته کې یو ساعت تاریخ از جهاد افغانستان ووایو یا فرض که ووایو چې د افغانستان د دور تاریخ ویډیو آډیو بیا تا نوم به هم پکې وي هلته پخشې هغه دې هم خوښه غیر له هغه نه هغه به خوندي وي همغه لایبرري کې نو ما غوښتو په هسې یو پروګرام دې پروګرام کې تا ته هم تبریک ووایم هم مننه وکړم هم د تا په دوستي باندې وویاړم حاجي صاحب ډېر تشکر له هغه آغاز د ځوند نه دی د تعلیم نه دی ډېر ښه شمرده دي وویلې تر دغه دمه پورې دغه افتخار ده افغانانو ته دلته اوس موجود هر یو غږېږي هر یو ځان پورته پورته کوي او چې زه مجاهد وم او زه مدافع د حق د خلکو وم او الګو د مقاومت وم دا ومه دغه خپله مطبوعات یو ستون د مقاومت یو ستون د مبارزې ده چې هغه تا ټینګ نیولی وه او په ډېر ښه وجه دې سرته رسولی نو ډېره مننه حاجي صاحب خدای دې تا ته خیر درکړي او برکت درکړي نو دلته دوستان عزیز حاجي صاحب سید داود آغا البته آنچې اونا فرمودن هم تاریخچه کاری خود بیان داشتن و هم آنچه دست آورد زمی فعالیت ها و رقریزی ها و زحمات را که اینا متحمل شدن در بخش مطبوعات افغانستان خصوصا دور جهاد افغانستان که به کلی به نظر ما تاریک مانده
کسی چیزی از اونجا نداره جز یک چند مصاحبه محدودی که یک چند تا ما دارم یک چند نفر دیگه داشتن. دیگه در غیر از او با این وفرت که کامرا باشه و فیلم باشه و باز به هر منطقه بره و باز افاقیت در اونجا بی طرفی بشار مهم است. برای زی که اگان دفعه همیالی که ما میبینم مصاحبه میکنم ولا برادر ما قهرمان ملی و صاحب الگوی مقاومت و طالبا پاکستانی و دیگه و دیگه همین تو پیشروی ما همین تو فعلا دروغ میگه رو یا روی بامرای ما. باز چی خواسته که او را بگوین شما یک فیلم در رابطه با اوضاع جاری افغانستان و هر یکی به زعم خود به سلیقه خود برای منفعت خود میگویا مینویسه و تصویر میکنه و این چیزا هست. مگر ارزش راستی ارزش خوبی هست وقتی امو حقایق بیان شوه و به تصویر کشانیده شوه و به فیلم. بسیار جالب است. من برای حاجی صاحب تبریک عرض میکنم و شما هم میتونین رویاروی با حاجی صاحب محترم سید داود آقا صحبت بدارین. حاجی صاحب شاید زین خلق بلتان پختنی مو کی و تبریکی بم در تدار کی اجازه ده دوی توارسم بیا پوچان که منتا آقا به کابل موجوده میدی اپان دی بلی برخی تکا آقا با پاق وقت کی اپا لگزر با دلتا و سرگرد کو خوب اوزاتا با گورو دادی پروگرام خلق تا یا وسانه وضع که دادی اللہ سوال از کلو که چه بیخشی ویدی دادیوگان تلویزیون اخبارون پالیسی چنگ ده ده چه دی چه روان دی در دیر مهمه ده آجی سایب پدی چه من شروع ده دیموکراسی دلسیز نوکره یعنی دیالا سو دری سالو اختم کال نه راو رسیدو تا 9-11 نه پوری و 9-11 نه وروس تم پدی خبری ندی کری که بیا تاسو غواره ده آقا با دیر خیسی ده آقا دورم تشریح کام چه ده آقا 15 کال چم را تلویزیون ندی چم را راریوگانی دی چم را ورسپانی ده دیر جالبه ده او دیر دوی ده مالکانی چوب دی د مطبوعاتو د نشراتو پوښښ په کابل کې او په ټول افغانستان کې په څه ډول روان دی، څوک یې کوي، څنګه یې کوي او خلک څومره په اعتماد کوي نه کوي، څنګه چل دی دغه مسایل کتا ډېر ډېر مهم ده حاجي صاحب. همدا دې ډېر ښه وویلې. ما غوښتل چې دغه بخش بخش یې کړمه چې دوستان عزیز همیال فعلا طلو صاحبش کیس از کجا آمده، پولی از اونا، تمویل از کجا میشه، خود پالیسی تلویزیون طلو ای را عرض می دارم. باعث یک مثال چونی دو شبکه کانال یک و طلو بیشتر معروف هستن و جهانی نشرات اینجا اونجا و ما هم اخبار از اونا را پخش می داریم. یعنی پولدار یک ارگان هستن و از طرف بیرون و داخل سپورت مالی دارن و اخبار از اونا هم نفر دارن در امو مناطقی که حوادث به وقوع می پیونده او را میاره به تصویر میکشانه و راپورتر و یرفا. طالبا هم زیادتر با اونا درگیر شدن و چند نفری از اونا را کشتن، حتی عملات انتحاری بالای اونا داشتن. دیگه او را همه تو نشرات عمومی افغانستان که تلویزیون های فراوان و رادیوهای اف ام و ای ام در افغانستان و منوال فرض کنیم اخبار فراوان، ای صاحبای از اینا کی هستن؟ آیا یعنی برای مردم افغانستان کدام چیز برمغان داشتن؟ آیا در طول سالها کدام یعنی به درد مردم افغانستان خورده یا خاک گرفته و به روی مردم افغانستان زده؟ لطفا سوالاتتان محدود بسازین با جی صاحب و در ضمن بالای عمو موضوع در ساعت بعدی انشاءالله صحبت خواهیم کرد. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. و علیکم سلام جناب خطاب صاحب، از من عمر ملکیان دیست. سلام ملکیر صاحب، خوبه خیلی سه رجوعان خبری کن او تسالاری تا قربان سم تا پیزنم تا دیر خسرای او دیر پا ما گرانی تا جاست زیتاست سلام از کن آلی سب سب داود تا از ما گران روست آتا سلام از کن استاد هم قارن تا او افغانستان نجیب خلق تا خطل احترامات رو بندی کن و علیکم سلام اول که زبادیوش تکت اشاره وکم همیش زب دا پختو دری دواره از ملی جبی دی او افری از اپا دواره با یوستا بگورم اما تا یوشا معلوم شده به تجربه دل عذب اول زیرونک شه معذرت خواهیم چه سیاد می دوی خنه دی دیر سخت دا گروپ دا شهر می ترخوص پوری لرم شاید آواز می یولک سه زیفی سنه چیزی همیشه خبری کن زیرونک در نجیبی وطنان وطنوال پختو سر یا لکسب
مشکل لري د پښتو په پوهي او پښتو ژبې دونه مشکل نه لري د دري ژبې په حساب دغه د خاطر د پښتو باندې شروع کوم او ورپسې په دري خبرې کوم ما ته داسې آسان ښکاري چې زموږ خلک په آسانه دري ژبې د پښتو مطالب سره یو لږ څه مشکل لري په هر صورت دا دواړه ژبې زموږ ملي ژبې دي او د احترام وړ دي بس خلاص دا یو خبره ما به شما به خاطر امروز دعوتی که علی فرزند صدیق کشور حاجی سید محمد داود کردیم اول خداوند به شما اجر بده قربان شما شما یک کار مثبتی را امروز انجام دادیم که شاید به پیش ما یکی از کارهای فوق‌العاده تان باشه آه جان قربان تشکر من برای که صحبت برای دیگه عزیزا بمانه وقت میخوام که برش یک شاهد عینی 3 ساله که من از طرف صدای امریکا هر سال 5 ماه در پاکستان مسئول تهیه گزارش از مجاهدین مهاجرین اعضای سیاسی هم کشور پاکستان هم خود افغانستان هم منطقه و بالاخره به ارتباط از این بازه جهانی انعکاس مسائل افغانستان گزارش تهیه میکردم من موظف بودم که در هر هفته 3 گزارش تهیه کنم با کمک امین انسان عالی جناب و وطن پرست که به من چقدر انسان کمک کرد در شناخت مسائل من در هر روز 2 گزارش تهیه میکرد اون واقعیت های مردم افغانستان رو به اون وقت که مطبوعات خود ما سرکوب شده بود داخل مملکت چقدر موثر بود و به شما یک شهادت به پیش خدای خود میتونم به پیش مردم افغانستان میتونم یک شخصیتی که بعد از خدا وطنش به پیشش بوده و به اون پاکی و نجابتی که لازمه یک انسان و افغان سرسپرده است این انسان عمل کرده من در مجموع 15 ماه یعنی تقریبا 1.5 سال شاهد اینجا بودیم که انسان چی زحمت میکشید برای این آرشیفی که امروز خودش توضیح کرد و شما از او تمجید کردیم و این یک سرمایه بر افغانستان است و یک افتخار بر افغانستان است برای کانگرس موجود بودیم شما باور بفرمایید نه تنها افغان خود ما دوستای امریکایی که ما به اونا به صداقت همو معبدشون به افغانستان ایمان دارم 30-35 سالم به هر کدامشون تجربه دارم از جمله که خود سفیر کبیر پیتر تامسون و کلگی در شروع گپ خود مردم وزارت خارجه بودن از کانگرس بودن از لایبرری کانگرس بودن اینا همه امریکایی ها را تایید میکنند که یک انسانی که به پاکی و نجابت این وظیفه را به سر رسانده و ما پیش خدای خود شهادت میتونم که این انسان دسترخانی که بر روی زمین هوار میکرد و ما میشون به سر دسترخان همراه همکارای خود با یک کاسه ایمان میخورد و خبرنگار از یک از هرات آمده بود در مابین کراچی کاه کمره خود تلویزیون کمره تلویزیون خود خود پنهان کرده بود که عسکر روس از بچه به ایکا میزد و این خبرنگار از او قرارگاه روس فلم گرفته بود یکی در اسناد است که من یه باز بچشم دیدم من شاهد ازی بودم آفرین و ملکیار صاحب قند و آفرین و این انسان به چی ترتیب از این جوانا مثل اولاد مثل برادر مثل یک دوست با چی صداقت ای پذیرایی میکرد و چی بخیر اینا رو تمجید میکرد اما بیطرفی ایزی انسانه نجابت ایزی انسانه هیچ کس بروی قوم، زبان، دین، مذهب، پست قد تن یادم بود کار نداشت مسئول فیلم و تلویزیون ایزی یک برادر عزیز افغان بود به نام آقای هاشم رفایی یه زن چندهل بود مذهب شیعه داشت این شما به خدا باور بکنین که حاجی داود با این وضعیت میکرد
که انسان مثل که امرای یک برادر خورتر از خود وضعیت میکنه. آفرین آفرین. اما یک روز نشد که یعنی به سینای ازی یا به کردار ازی یک چیزی ببینه که خود تو خو از من نیستی، خدا حاضر است یعنی گفت برای شما قبول کنیم. نامتونه که خودم به مردم افغانستان با بسیار مردم های پر قدرت میکروفون خود بلند کردیم که امانت مردم است، یعنی کلاشنیکوف ماست. و این انسان با تمام صداقت بدون ترس و بیم فقط خیر مردم، خیر افغانستان که رضای خدا به او بوده قدم ورداشته، یعنی پیش خدای خودم شهادت میتونم. آفرین آفرین. هم کانگرس هم شهادت دادیم و بازم به زندگی خود شهادت میتونم. یک افتخار است برای افغانستان. ما بسیار گپای ارزنده دارم راجی به یادم فوق العاده. و همون یک وقت دارم در ایجاب کرد برنامه شما، معذر هستم که این قسمت برای شما گپ بزنم. و من چیزی را که امروز یادم تهیه کرده یکمین سال خودم شاهدی تهیهزی بودیم و زحمت هایی که می کشیده شده اونم شاهدش بودیم. آفرین ملکیار صاحب امی که داخل شدین دلائن یرفا را زدین. ما صد در صد ما چون از اونا هم از بسیار آوان این دوری عسکری با اینا آشنا بودم که مسئله مطبوعات هم مطرح نبود، از شخصیت از اونا، نجابت از اونا. برازی که اگر یک دکتر با تقوا نبود نجیب نبود، اگر یک انجینیر هم اینطور اخلاق شریف نداشت، ایماندارانه نداشت، خوب عمل نمیکنه، برای خود میخواه، همه تو یک نفری که کمره را میورداره، یک نطاق، یعنی این نطاق باید وقتی حرف میزنه با کردارش وفق داشته باشه. من شما یک چیز آزمون کنم. این آدم همه تو بوده. ما اگر راجعه به آجی داود بنا باشم به برنامه خاص دیگه که داشتیم برای که سرمشق برای جوان افغانستان میتانه. ما جوان ما امروز اونمی سازنده افغانستان است. بله بله. اونمی باید هر کدام پای به جای قدم آجی داود بمانه. آفرین. از منافع شخصی از انسان اونمی قرن تنبانه که میپوشید، اونمو پکوله که داشت، اونمو گلمه که به زمین آوار بود، اونمو دسترخانه که به زمین آوار میشد. ما اونمو چه دیدم؟ ما کنم تجمل در زندگی زی ندیدم. با ما بسیار احسان کردن. همین گزارش های دو گزارش در یک روز از پشاور تا یک کردن کار آسان نیست. بسیار زیاد تشکر ملکیار صاحب. خاطر از ما همه رای ما یکی بود. بس. همه رای خدا و رای مردم بود. اون به من هیچ نوع کمک که بالوسیله بر مردم افغانستان گزارش درست تهیه شده دریغ نکرد. ممنون از این. بله بسیار تشکر ملکیار صاحب، کفایت میکنه. باز تشکر شما که وقت دارین. قربان شما. باز دیگه مردم هم بانین که صحبت کنن یکی شما کافی میره بانی کدین. من هم دم رفتم باشه. بسیار تشکر. خودت هم خیر بته. یک نفری که بعضی ها اقدر با سپاس هستن، یقدر امو چی میگه حلال نمک هستن که در یک جا یک نفر برش تبسم کنه و از یادش نمیره، در مغز سلول مغزش میمانه. بعضی ها یقدر حرام نمک هستن، جفاکار هستن که همه حیات تا برای از او بگذاری، زندگیش تامین کنی، در امور زندگیش یک تغییر مثبت بیاری و دیگه و دیگه. صاحب اونمو یک روز امور چلیپا میکنه و نه تنها که او جفام میکنه و صاحب هر چیز از دستش بیاره، یعنی عکسی از او عمل میکنه. آفرین خودت ملکیار صاحب. ما یک نفر دیگر با سراغ اعلانات میریم. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم خطاب صاحب. و علیکم سلام سلام امروز تلا دیر وقتو بسم الله مال جرمنی سلام دارم. سنگه بسم الله جان سعادتی خدا. بسم الله صاحب سنگه سعادتی خدا. خیر خیر و خیریت. اجر در که خطاب صاحب دمره و نیکار مقایده الله تعالی دی بس صلی و زنه در او تا قربان سم ډیره مننه حاجي صاحب ته مې یو تبریکی وایه چې ډېر ښه زحمتونه یې ویستلي دي. زه د زړه له اخلاصه حاجي صاحب ته مبارکي وایم. او دا موږ انسانان د تاریخ جوړونکي یو، مګر که موږ نه یو تاریخ به هم نه وي. خو داسې انسانان لکه حاجي صاحب محترم دا بیا د تاریخ ساتونکي دي. یقینا دا دا او افاقي توګه په واقعیت باندې شیانې هغه کړي د ملکیار صاحب د هغه څوک پوهېږي چې چا په دا لار کښې خولې توی کړې. زه خطاب صاحب تاسو ته عرض کوم، غږ مو نه اورمه، خو د تاسې خبرې تاسې په تلویزیون کښې ښکارېږي خبرې کوي، ما ته اجازه راکړئ، زه به دا خپلې خبرې خلاصې کړم. زه زر یې ووایه صاحب مهربان. نو زه خپله د حاجي صاحب په ډول مې زه تکلیفونه تېر کړي دي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت موزیم اولین او آخرین امیر زه هم په اصطلاح
په ډېرو مشکلو مې راټول کړي وو د اسناد د تاریخ د پولیسو حتی اولین پاسپورټ چې په افغانستان کې وو نو هغه ما ته لاسته راغلی وو د انګریزانو خولۍ وو څه وسلې سوې هغه ټول تباه سو د جهاد په جګړو کښې سره دغه سو کابل راغی دوی ونیو په دې باره کښې بیا به بل وخت کرارې ته خبرې وکړو چې د اسناد کوم اسناد وو څنګه وو څنګه ما راټول کړو او څه سو نو همداسې خواره وي علي صاحب ترې کړي د مبارک وي خدای نه ورکړي او دا دا ډېره مننه تاجر صاحب بسمل صاحب ډېر لطف یې وکړ حاجي صاحب دا تقدیر ملکیار صاحب ډېرې ښې خبرې تا په هکله وکړې شهادت یې وویلې بسمل صاحب هم یې تا تعریفونه وکړ ډېر ډېر واقعیتونه په اجازه شما جناب شفاف صاحب ما حضور برادر بزرګوار جناب محترم ملکیار صاحب عرض مې ایست که الحمدلله ملکیار صاحب ما از ولایتی که د اوجه تولد شدیم و درس خواندیم خدا شاید از اکثریت کارهای خوبی که شده توسط قبلگاه صاحب ملکیار صاحب در وقت شده که او رئیس تنظیمی ولایت مشرقی بوده و همچنان در سایر ولایت که در دوران کار ما پرسان کردیم گرد زدیم از افتخارات تاریخی افغانستان بودن و شخصیت خودشان ما قرض کرده میتانم برای ما من حیث یک برادر بزرگوار به حیث یک استاد خوب همیش ما از ملکیار صاحب یاد گرفتیم و دوران که اینا تشریف می آوردن در پشاور بودن نه تنها ای که ما همه مثل چهار دیپارتمنت که در بخش خبر و عکس و فیلم و اینا مصروف بودن ملکیار صاحب به حیث استاد و یعنی داوطلبانه امو تجارب خود دانش خود امره همی جوان ها همی شریع می ساخت هر گروپ که از افغانستان دوباره پس می گشت امره ملکیار صاحب ملاقات می کرد و از صحبت های ملکیار صاحب واقعا دفتر ما شخص خود ما همیش مستفید شدیم هم از لحاظ مسلکی هم از لحاظ سیاسی هم از لحاظ شناخت ملکیار صاحب یعنی ما بسیاری مردم ها در او وقت نمیشناختم اما ملکیار صاحب خانه به خانه مردم افغانستان بلد و همه مردم و زیارت و دیدن ملکیار صاحب در دفتر می آمدن که ملکیار صاحب امروز تشریف آوردن ما ملکیار صاحب را می بینیم بله بله ما زبان و ادبیات نیست که ما از کارهایی که ملکیار صاحب در او گرمی و در او جتیر کردن و چطور یا راپورای بسیار بسیار مستندی که واقعا به معیار بین المللی برابر بود بله از طریق رادیو بین المللی ملکیار صاحب نشر کرد بله 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 به ارتباط برادر ما جناب بسمل صاحب بسمل صاحب زدم را عرض وکم دیر خوشان و تاسو اشاره وکړه ستاسو د کور ودانې تاسو نه مننه کوم ما سره هم دغسې یو ذهنیت و کله چې زه د کابل په پوهنتون کې محصل وم نو موږ ته به یې کورنی کار راکو هلته کتابتون ته به لاړو هلته ډېر یو ښه سړی و چې امریکا کې سبق ویلی و د استاد ابراهیم ستوده په نامه نو هغې نه به ما پوښتنه وکړه چې استاد دغه کورنی کار دی دغه ماخذونه په کار دي د هغې به راته ویلې چې ته یا لندن یا هندوستان کښې که څوک پېژنې هغوی سره تماس ونیسه متاسفانه هغه ملک ډېر ډېر په هر لحاظ موږ بېچاره یو که زه هم دغه لحظه تاسو ته خبرې وکړم د کابل د پوهنتون په کتابتون کې که تاسې لس عکسه پیدا کړه که تاسې یو ساعت ویډیو پیدا کړه یو ساعت آدیو پیدا کړه یعنی زه ګرم یم دغسې که تاسې باختر آژانس ته وګورئ چې کلونه کلونه دوی فعالیت وکړه لکه بسمل صاحب تاسو چې مهرباني وکړه په تنظیم جنګۍ کښې دا ټول شیان د منځه لاړه افغان فلم زموږ تقریبا په 1950 کښې جوړ شوی دی تاسې یقین وکړئ د دوی هغه مواد چې دي اوس هم په تاکاوۍ کښې پراته دي یعنې د دې چا خبر نه دی اخیستی چې دا مواد کوالیټي لري نه لري څنګه چل دی ملي آرشیف ته سر ووهئ بد وختانه هلته هم داسې مواد نشته دی یعنې هلته هم چا د ډیجیټل کولو اګر چې زه خبر شوم څو کاله مخکې دوی دا کار شروع کړ بیا یې بېرته پرېښود یعنې هلته یو څه اسناد د افغانستان دي د مخزن په نامه چې قوالي دي اسناد دي نور بد وختانه موزیم هغسې چور شو رادیو تلویزیون کښې هم مواد شته دی دې کښې شک نشته دی حاجي صاحب هغه مواد لکه خطاب صاحب چې وویلې په کومو کسټونو کښې چې ثبت شوي دي بد وختانه هغه باید دوباره د نوې ټکنالوژي په مټ باندې هغه دغه شي ترانسفر شي ولېږدول شي د دې معلوماتونه تکمیل شي چې په دې شي باندې تر اوسه پورې متاسفانه چا فکر نه دی کړی خو دا ایتا لار به تعقیبه کړي صاحب راتلونکی نسل حداقل
دغه مواد اوس ټول کمپیوټر نه استفاده کوي. هر یو چې کمپیوټر ته ځي، که محصل دی که ژورنالیست دی که بل دی بل دی، هغه څه چې دوی غواړي پکې پیدا کړي. حاجي صاحب، دا اعلانو ته به لاړ شو، بیا بېرته راشو په دا مطبوعاتو باندې یو تیاري ونیسه صاحب، چې دا بل ساعت هغه احتوایي کې که غواړي نو بیا او دا به ډېر ښه شي. زه پوهېږم چې دغه ویډیو د دې دغه کلری صاحب د دې او دا به ډېر ښه شي. باد له اعلانو چې راغلو ښه دې وویلې چې هغه دا کلیپ واچوو. خبرې شوې، کاشکې دې مخکې ویلي وای. دوستان عزیز، یک کلیپ از حاجي صاحب تهیه دیدن از فعالیتهای خود و عکسهایی هست فرستادن که او را هم به استناد این حرفهایی که صورت گرفت، او را هم به صورت ویدیو و آدیو و همچنان عکس عرض بداریم و بعد از اعلانات انشاءالله خدمت شما خواهیم بود. بالای عمومی مطبوعات امروز افغانستان یعنی یک صحبت خواهد شد و حاجی صاحب بسیار بلد هستند افغانستان، میشه شما سوالاتتان رو دو بخش هم راجع بدارین. لطفاً با ما باشین، انشاءالله برمیگرد. از موهایتان ناراضی هستید؟ موهایتان آسیب دیده، خشک و شکننده شده و یا حالت نمیگیرد؟ آیا چین و چروک صورت شما را پیرتر از آنچه هستید نشان میدهد و به دنبال راه حل طبیعی برای از بین بردن خطوط صورت هستید؟ آیا ناخن‌هایتان شکننده شده و استحکام و زیبایی گذشته را ندارد؟ راه حل اینجاست. آرگان اویل. آرگان اویل که از دانه درخت کمیاب و باستانی تهیه می شود، به خاطر فواید بسیاری که برای پوست، مو و ناخن دارد، به طلای مایع معروف است. آرگان اویل حاوی اومگا 3، اومگا 9 و ویتامین ای جوانی را به شما برمی گرداند. آرگان اویل را به موهای خود بمالید تا موهای خشک و آسیب دیده را کاملا ترمیم کند و موهایتان را صاف، سالم و درخشان سازد. با آرگان اویل بر روی چین و چروک صورت خود ماساژ دهید و ظرف مدت کوتاهی شاهد کاهش چشمگیر خطوط صورت خود باشید. با مصرف آرگان اویل روی ناخن، دارای ناخن‌های محکم و زیبا شوید. موهای صاف، شفاف و سالم، پوست شاداب و بدون چین و چروک، ناخن‌های محکم و زیبا با آرگان اویل، برآمده از دل طبیعت، معجزه خلقت. برای مو، پوست و ناخن‌های زیبا و سلامت، تلفن سفارش 818 884 7018. برنج دانه بلند احمدی حاصل زیباترین و حاصلخیزترین زمین‌های کشور هندوستان میباشد. برنج دانه بلند احمدی با عالی ترین شیوه ها پروسس و آماده گردیده است. برنج دانه بلند احمدی را انتخاب اولتان نمایید. خوشبویی و ذائقه برنج دانه بلند احمدی لذت زندگیتان را بیشتر می سازد. مرکز فروشات به طور عمده و پرچون بیل اشتراسه 197 آمبورگ جرمنی. برنج دانه بلند احمدی. اونجو سوپرمارکت بیلشتیتر اوپشتراسه 49 مقابل مسجد حضرت ابراهیم خلیل الله علیه السلام. امروزه انواع و اقسام گوشت های حلال امرا با ماهی تازه. مواد گوشتی کنسرو شده، اقسام میوه ها و ترکاری های تازه، انواع نان های تازه، انواع و اقسام مواد غذایی افغانی، ایرانی، ترکی و سایر کشورها پاک و تنظیم شده، انتقال مواد غذایی به منازل تا 50 آیرو 20 کیلومتر. اونجو سوپرمارکت، سوپرمارکت بزرگ،
با پرسنل مجرب با انواع و اقسام خوراکه ها در خدمت شماست. افغان ای پی ټی وی د ټکنالوژي د چټک پرمختګ په لړ کې دا ځل یو نوی افغان بوکس د میډیا د لا ډېر امکانات په لرلو سره وړاندې کوي. د نوي افغان بوکس په واسطه کولای شئ بیلابیلې افغاني او د نورو ډېری هیوادونو ټلویزیون خپرونې په ټوله نړۍ کې پرته له زتلای څخه په ډېره ښه کوالټۍ سره ننداره کړئ. د ټلویزیوني خپرونو سربیره د نوي افغان بوکس په مټ کولای شئ لاندې پروګرامونه هم وکاروئ: سکایپ د ویډیویي امکاناتو سره، یوټیوب، فیسبوک او سوشل میډیا، انټرنیټ براوزر د فلیش له امکاناتو سره او وای فای. د دې ترڅنګ د خپلې خوښې غوره ایپس هم په بوکس کې اچولی شئ. تاسو کولی شئ نوی افغان بوکس د یو کال ګرانټۍ په لرلو سره د افغان آی پی ټی وی له مرکز، نمایندګیو او همدارنګه د آنلاین شاپ له لارې په ډېر اسانۍ سره راسن او یا د پوست له لارې لاسته راوړئ. I have medium regular coffee. از شما خامو ابوجوش هست؟ بله، مثل همیش خودت میخوای. Can I also have a small hot water, please? هیچ چای با چای نازو نمیرسد. چای نازو، لذت در هر پیاله. برنج های پامیر که از جمله قدیمی ترین برنج های بسمتی در اروپا می باشند، در 24 سال گذشته همیشه برنج ممتاز شناخته شده و با عین کیفیت عالی به شما عزیزان تقدیم گردیده. شرکت پامیر با عرضه بیشتر از 10 نوع از بهترین برنج های بسمتی آرزومند برآوردن خواسته های شما در انتخاب برنج دلخواهتان می باشند. مراکز توزیع برنج پامیر، آلمان، هامبورگ شرکت پامیر، دوسلدورف شرکت ساعد، افغانستان شرکت پامیر نوآوران هرات، کانادا وانکوور شرکت خیبر لیمیتد، انگلستان شرکت پامیر لندن. آشناترین نام در عرصه خدمتگزاری به ایرانیان مقیم آمریکا، نامی که جانی دوباره در کردیت از دست رفته شما می دهد، نامی که پریشانی خاطر شما را با امنیت مالی و اعتباری جایگزین می کند، جایگزینی در خور شخصیت و جایگاه شما. انتخاب ما خدمتگزاری به شماست. آریان اقبالی، نامی که گام به گام، مرحله به مرحله، نفس به نفس همراه شماست تا به کردیت مطلوبتان برسید. کردیت بد و بدهی‌های سنگین خود را امروز به آریان اقبالی و تیم مجربش بسپارید تا فردایی رویایی در کمینتان باشد. Credit Repair Specialist شماره تلفن 888-250-4190. با استفاده از کارت های اورتل موبایل می توانید با قیمت های مناسب در بسیاری از کشورها تماس برقرار کنید. به طور مثال به افغانستان دقیقه 12 سنت. با سیم کارت اورتل موبایل می توانید اضافه بر تلفن با قیمت مناسب از 1 الی 5 گیگابایت اینترنت دستیاب شوید. همچنان می توانید کارت های اورتل موبایل را از استیشن های تیل و سایر فروشگاه ها به دست دارید. اورتل موبایل، وسیله‌ای برای مفاهمه به زبان های خود شما. موبل پلازا، مغازه موبل فروشی مدرن، بهترین کاوچ ها، میز های زیبای تلویزیون و سالن،
میزها و چوکی‌های مدرن طعام‌خوری را با قیمت‌های ارزان تقدیم می‌دارد. همچنان بهترین مبل ایتالیایی اتاق خواب بزرگسالان، مبل مکمل اتاق خواب کودکان، اضافه از 200 نوشیدهای ظریف کریستال، میز و چوکی با پوش‌ها برای رستوران‌ها و سالن‌های کلتوری را با بهترین کوالیتی تقدیم شما می‌دهد. و سایر اشیای مورد ضرورت منازل خیش را از مغازه مدرن مبل فروشی پلازا با قیمت‌های کاملاً اقتصادی تهیه دارید. آدرس: مبل پلازا، همبرگر اشتراسه شماره 167، شهر هامبورگ، جرمنی. دوستان عزیز، عرض سلام و احترام دوباره باز هم عرض می داریم که جناب حاجی صاحب سید داود آقا البته فعالیت های مطبوعاتی از اونا را تشریح کردیم و اونا هم صحبت داشتن از آوان جهاد که در حدود 37-38 سال میگذره از این مسئله و از درون خود افغانستان فعالیت های از اونا آغاز شده، بسیار صادقانه عمل کردن. اما تو که آقای عمر ملکیار صاحب فرمودن فرزندی صدیق افغانستان، خود ما یکی افغانای دوست افغانی ما را او روز گفتم دو مشخصات در شخصیت یک انسان حیثیت افتاب و مهتاب داره. گفتم او گفت که چی است؟ گفتم یکی صداقت، یکی سخاوت. یعنی امین اردو بسیار کور میکنه، یکی یک نفر بسیار امین و صادق باشه و دروغ نگویه، برای مردم خدا نکنه، فرزند منافقت نکنه. وقتی او از شخصیت یک نفر چیده شد، مثل که گیاهای عرضه از شخصیتی از او به یک حساب بدور شوه، یک شخص صادق اعتباری میشه و خود پیغمبر اسلام اسم مبارکی از اونا را امین لقب داشتن، یعنی امانت دار بودن، صادق بودن و برای کسی دروغ نمیگفتن، مال مردم خیانت نمیکردن و سخاوت در پول و منال و دارایی هایی که خداوند برایشان ارزانی کرده، در اخلاق خوش سخاوت، در کردار نیک سخاوت. این دو مشخصه انسان ستاره و آفتاب و مهتاب آسمان می سازه. گفتم این دو چیز اگر در شخصیت و کرکتر انسان بود و زبان آقای ملکیار صاحب شنیدیم که فرزندی صدیق، یعنی صادق، راستی کلمه بسیار جالبه است. اونا را گفتم این دو چیز، یکی که در شخصیت انسان صداقت در طول سالها میدمه و سخاوت هم یکی از مشخصات یک ودیعه خداوند لایزال است. بعضی را سخاوتمند یعنی ساخته هم و خود سرشت یک نفر سخی است. این ضرور نیست که چند دارایی داره و چند پول داره. یعنی اینجا دوستان عزیز یک انولوپ آمده برای پروگرام آقای حسین خیل صاحب، پوهان صاحب که یک برنامه دینی دارن از ونکوور کانادا، و روز از اقتصاد خود نالیدن برای تلویزیون تادیه می دارن. یک خانم تلفن زد، اسمشان نمی برم، گفت ما بسیار امکانات ضعیف اقتصادی دارم، مگر چون اصلا خیل صاحب گفتن من پول یک ماهی از اونا رو می پردازم. گفت ما در کمکای دولتی هستم و چون کارتم ندارم اینا دیگه. ما گفتم یک حرفی بود، یک خانم بود، احساساتی شد و یک قدر امکانات ضعیف داره که با کمکای حکومت تو زندگی خود به پیش می بره، دیگه بسیار مشکل خواهد بود که همین حرفایی که زده او را عمل کنه. در اینمی کاغذ دوستان عزیز امروز باز کردم، پول یک ماه پروگرام آقای پوهان صاحب حسین خیله در اینمی انفلوپ برای ما رسید. ما چشم همه تو اشخاص قربان که هم با عهد و پیمان خود وفادار میستن
و هم یک از امکانات بسیار محدود با دل بازی که داره. این خانم فکر نمی کنم که چند هزاری هم در بانک داشته باشه. از موضوع معلوم شد میلیونر خوب فکر نمی کنم، 90% 99% میدانم. یا خانم در منزل نشسته برای یک پروگرام دینی میفرست. این خصلت بعضی ها را خداوند در نعمت و غنای سخاوت برشان داده. دیگه بنان اینی دو مشخصه و از آجی صاحب هم همونطور چی شد. ما میرم سراغ یک کلیپی که از امون سرمونی بگویم یا معفلی که بزرگ داشت از فعالیت های و آجی صاحب داود در ویرجینیا صورت گرفته و آرشیف با لایبراری کانگریس سپرده شده و همچنان از آغاز از فعالیت های آقای آجی صاحب داوده که عرض کردیم برای 4 دقیقه میگه او گنجانیده شده و در یک ویدیو او را پخش میداریم با یک چند عکسی عدی اقل آنچه گفته آمد و صورت گرفت در یک ویدیو و تصویر شما بتانین ببینین. فرزاد جان The Afghan Media Resource Center was founded in Peshawar, Pakistan in 1987. The goal was to train Afghan journalists to document the Afghan-Soviet war throughout Afghanistan's 29 provinces. Instructors from Boston University trained over 125 Afghan journalists, photographers, and video cameramen. Each of the Afghan resistance parties nominated candidates for training. Haji Saeed Daoud was selected to be the AMRC project director. Video reports produced by the AMRC were soon broadcast by the BBC, CNN, WTN, and other news syndication outlets in more than 120 countries around the world. AMRC photographs were distributed internationally by Sigma Photo Agency and Agence France-Presse. Over 7 years, the AMRC accumulated an archive of approximately 3,000 hours of videotape, 100,000 negatives and slides, and 500 hours of audio recordings. This was the largest documentation of life inside Afghanistan from during the Afghan-Soviet era. In 2011, the U.S. Embassy in Kabul provided a grant to digitize and preserve the AMRC video, photo, and audio archives at the Library of Congress. Long-term AMRC project advisors Nick Mills and Stephen Olson are tutored at the LOC to pass on the necessary training to the Afghan archivists. The digitization of materials and the metadata descriptions in Dari, Pashto, and English take over 3 years to complete. AMRC archive director Kamaluddin Kuchi is joined by his son Salahuddin, now an Al Jazeera producer, who supervises the digitization of this 30-year-old video material. The old and often dirty original tapes require constant cleaning of the video heads for a clean digital transfer. According to the Library of Congress precise specifications, the metadata for each photo and video event is logged in English, Pashto, Dari, Romanized Pashto, and Romanized Dari. A copy of all this work will also be available in Kabul. The AMRC archive provides a unique resource for understanding Afghanistan and one of the most important conflicts of the last half of the 20th century. The preservation of this AMRC collection will be a great asset to scholars, journalists, and students. The AMRC archive will now support historical, cultural, and political research from this unique society and era for hundreds of years to come. دوستان عزیز راستی هم یقینا آنچه آجی صاحب فرمودند در یک 4 دقیقه یقینا میشه اما حیات پرخم و پیچ یک ژورنالیست بگویم یا یک شخصیت رسانه‌ای میتونه گنجانیده شوه و بیان میداره و همونطور که عرض کردم یک ویدیو یا عکس بسیاری چیزها رو بیان میداره
یعنی یک عکس میگه مساویس با چندین هزار لغت و کلمه. به هر حال یک چند عکسی هم حاجی صاحب فرستادن، او را هم دیده با سراغ صحبت میریم با جناب حاجی صاحب. در کانگریس لایبرری در اونجا محفل گرده همایی که تقدیر از فعالیت های آقای حاجی صاحب سید داود آقا در اونجا و در این تجمع اشخاص بسیار مهم و به یک حساب ایلیت در امریکا دعوت شده بودن، تعداد افغان ها هم همونطور که آقای ملکیار صاحب گفتن، ژورنالیستان هم دعوت شده بودن، اشخاص فهیم اجتماع که اونا یعنی یقینا از این کارهای حاجی صاحب سید داود آقا تقدیر داشتن و تعداد جمعی از اشخاصی اونجا دیده میشه و یقینا چون معرفت ما با امریکایی و قدر نداریم، از جمله پیتر تامسون یکی از افراد بسیار معروف اجتماع امریکا که در مسائل افغانستان بسیار فعال بودن در طول سالها و شناختی از افغانستان دارن و همینطور افراد چهره های یقینا معروف جمع شده بودن و از فعالیت های حاجی صاحب سید داود آقا تقدیر به عمل آوردن و افتخار است و یقینا یک من برای حاجی صاحب گفتم حالی اگر شما میلیونر می بودین یا پولدار می بودین و یک میلیون دلار افغانستان یک بیلونی از دور شما دزدیده بودین، نتیجه کار چی می شد؟ شما را من خودم شخصا دوست خطاب می کردم و سارق و خائن و اینا، مگر خوشبخت هستی خودت که با یک چند تا عکس و فیلمی را که یعنی ذخیره و مال مردم است و نگه داشتین، امروز با بیلیون ها دلار شما غنی هستین. و اونا گفت که برادر پدر ما پول کجا برد و نیکی ما دارای خود کجا با خود به قبر حمل کرد. و این صادق است برای همه انسان ها. اگر امی درک یک انسان داشته باشه، وقتی انسان به او جهان میره نزد خداوند، باز میگه بسیار تضرع میکنه برای خداوند که یا خدای برای من خواهی یک مهلت مختصر پس به او دنیا که ما در اونجا دوباره کارای نیک انجام بتوم و مورد رضایت خودت قرار بگیره. باز خداوند میگه که عمرت خلاص شد، یک تجربه بود، یک سفر یک طرفه آمدی پس نزد ما. به هر حال دوستان عزیز شما مهربانی کنین صحبت کنین از حاجی صاحب اگه سوالی داشته باشه. الو بله قاضی صاحب، حاجی صاحب سلام علیکم. حاجی صاحب سلام علیکم. آقا اوری تا خبری چی دی ورته ویل؟ دا وتا گور کور دی ودان دا ټول لې شو پر دی کړی دی ته کله که پر دا خبرون رونا وا شو هغه واخ زه د خبر شو لمه چې پاکستان غوښتل ستا دا غنی ارشیف د مابین یو سی از دای کی ما د سی په پښین کې مولت قومي د غلرو ځان د برابر کې هم نه اواز دربل در وری زه خراخه ولې تاسو افغانستان کې وړل ډیر خطرناک او رباني د دوه شان دښمنو خو تاسو معلومه ده کله کتابخانه کتابونه د کابل کابل کتابخانه د رباني په بخاري کې ورسول شاګور شکر رشاد دا غم ګورت د ځان سره یو چې راوړل د کتابونو ته په پېښور کې زما خپلوان په کوټه کې دي نو په دې کې مو چای بورا دا پوری به د کندهار د کتابخانې خرڅېدلې په پېښور کې هغه چا ستا د څه دومره خدمت کړی دی تا ته باید یو خاص ورځ خطاب سره بیا درکړي تجویز کړي تا ته آفرین ووایو دا سارشپ خو نه پاکستان یې د مابند دا ستا مجله په د میراوی سم د سید ارشپ څخه په نوم سره مېری کې چې نوم یې دی د کاست اف فریډم رنګا دا د مختم په تد صادق مدور مسکم یا د کو نو کې دغه صاحب کدا هم په دغه صاحب په دنه نه برنامه کې کني دا نقطه ته متوجه وسه په دغه دغه څملاره په یو ساعت نو ویل شي سروت د دې په لندن کې ډېر شمه راکا وکړل د افغان پر کلمې باندې دا شرکت چې دوی تجلیلی هغه قصه به جرګه ده په دې جرګه کې بلای خدا دغه ته تجلیل کې په خپلو کې نشته که دا افغان کلمه د دې بي بي سي سره دوه ایرانیان ډېر ښه حل کړی به سومره اکسس ول په دا جرګه کې دغه ته وغند چې دې کې بلای خدا زخیروان غل او ولی مسعود دوم خبرې کوي بلای خدا ولی مسعود د جمهورونو غل دلته پاسپورټونه خرڅ کړل زخیروال د بانک ملي غل دا جرګو ته راځي دغه وغند یې ورکه کړي د کسب جرګه د نورې خبرې ډېر دي خو په کور ودان عمر دې ډېر څه زنده به دغه د لوی خدمت کړی دي دا کرزي حکومت هیڅ
چا نه دی کړی ستاسو کور ودان شو چې راي نه سولل چې هغه ستاسو شیان چې انشاء الله کومه مسله پکې شو چې دا خبرو تکڅه تکرار ده ډیره مننه اجي صاحب قاضي صاحب هم تقدیر وکړه پیغام کوم شای غوښتل تانه چې انجام کی ورته او زه د قاضي صاحب نه مننه کوم مطلب یو خبرې ته دوی اشاره وکړه موږ یو مجله هم درلوده په هغې کلونو کې هغه په انګریزۍ کې چاپېده د کاست آف فریډم په نامه چې پوهان صاحب والا په هغې کې موږ سره مرسته کوله یعنې ډېر قوي لایق افغانان په هغې کې موږ سره وه نو هغه مجلې یادونه یې وکړه او دا مواد څه چې هلته وو دا د خدای پاک احسان وشو ټول صحیح و سلامت کابل ته راورسېده او ټول اصلونه اوس فعلا په کابل کې سره د ټولو معلوماتونو ذخیره دي امید ده چې خلک ترې استفاده وکړي او دا دا یو شی دی ما د زړه کې چې غوټه پرته ده چې صاحب دلته دغه انجینیر لطیف هم راغلی و د افغان فلم رئیس زه په هماغه تنکی ځوان وم صاحب په راډیو کې نطاق سولم بیا افغان فلم کې ما د سر فلمیانې د افغان فلم لوستلې دا د مرحوم داود خان سفر چې لاړو بیا باد له هغې نه هماغه سفر ورته جنجال پیښ کړ او صاحب شهید شو هغه یو څلوېښت دقیقې سفر ما نور هغه مې ویلي سر فلم یانې او هغه ډېر یو تاریخي سفر و هغه ما پښتو بخښې ما ویلی ده هغه د ما د ځواني نطاقیم ده او هغه سفر هم تاریخي ده هر څه مې چې هڅه وکړه دغه انجینیر لطیف هم وعدې راته کېښودې د دروغو دروغو خدای دې دی څنګه څنګه کړي هلته چې لاړ بیا ماته یو چا ویلي بیا در انجینیر لطیفه کې هزار ډالر نه تي بیا در وعده های اویي اویي به درد نمیخوره اونجا پول ګپ میزنه هغه ورک ده هماغه هغې فلم چې دما غږ په کې و دما ډېر خوښېږي چې هغه لاسته راوړم دا خبره چون راغله اوس دغه فیتې و د هغه بیخي وایي ورک دي څوک یې پیدا کولی نه نه تر هغې ځایه پورې چې زه معلومات لرم هم د افغان فلم نه هم رادیو تلویزیون نه ملي آرشیف نه زه بعضې دوستان هلته زموږ همکاران یا صنفیان د پوهنتون د دورې هلته شته دي اما جنجال دا دی چې فعلا په افغانستان کې دغه کومه رهبري چې په فرهنګي لحاظ هلته شته دی هغوی دې شیانو ته توجه نه کوي یعنی هماغه فلم چې تا لوستی دی هماغه په کارتنو کې په تاکاوۍ کې پراته دي اوس دا وروسته د شهید داود خان د وخت نه دا نه چا لیدلي نه چا چې کړي دي نه څوک پوهېږي چې دې کې څه شی دي هغه چک په کار لري یو وروسته د هغې نه هغه اوس ډیجیټل کول په کار لري په دې چې هغه وسایل نشته دی اوس ته پوهېږي یو وخت کې موږ ویچس کاسټو ویشارونه خلک استعمالول یا یو ماتیک کاسټو په تلویزیون کې یو ماتیکو وی ټی آر په نامه غټ ټیپونه وو اوس خو پوهېږه ټوله خبره لکه تاسو چې مهرباني وکړه چپس کې یعنی زما دوه لویې کوټې دغه موادو نه فعلا په کابل کې ډکې دي هغه پخواني ویچسونه دي یو ماتیکونه دي دا ټیپونه دي سلایډونه دي که زه تاسو هېڅ یقین شاید ونه کړئ دغه ټول په څلور څلوېښت هارډ ډرایو کې ځای په ځای شول یعنی په یو بیک کې دغه دوه کوټې وسایل ځای په ځای شو یعنې هر هارډ ډرایو کې چې درې نیم سوه کاله عمر لري تقریبا پنځه دېرش ساعته مواد ځای په ځای کېږي په یو هارډ ډرایو کې چې نیم کیلو وزن لري تاسو فکر وکړئ یو لک قطعې عکسونه سره د معلوماتو ځای په ځای کېږي دا جالب بدبختانه دا خبرو ته نه په راډیو تلویزیون کې نه په ملي آرشیف کې نه په افغان فلم کې او دا خو ډېر ساده یو کار هم ده چې رایې وړي هلته خو نومونه پرې نشته دي په دغه فیته باندې راوی باسي او هیات ورته معذفه کړي خطاب صاحب زه دې کې نور معلومات درکوم دغه څوارلس کاله د افغانستان د تاریخي اسنادو د ساتلو دپاره امریکایانو میلیونونه میلیونونه ډالر راولېږل دوی هغه هیستري هیریټیج چې ورته وایي د پرزرویشن یا د تاریخي اسنادو د ساتلو په نامه یو خاصه بودیجه دوی افغانستان ته منظور کړه کله چې ما دوی ته مراجعه وکړه چې زه دغسې مواد لرم دوی ما ته اوتومات ویلې موږ در سره مرسته کوو ته به موږ سره قرارداد وکړې چې ته دا مواد لرې ته دا وکړه ته دا وکړه ته دا وکړه باندې په دواړو سترګو یعنې دا مواد هم چې ما ډیجیټلایز کړی دا خو امکانات ما سره مالی نشته دی افغانانو سره نه ما دوی ته مراجعه وکړه اوس که دغه وزیر د اطلاعات فرهنګ رئیس د راډیو تلویزیون رئیس د آرشیف ملي افغان فلم دوی ته یو پروپوزل ورکړي چې راشي وګورئ دغه مواد دي دغه د افغانستان تاریخ جوړوي فورا دوی کومک کوي لیکن بدبختي دا ده زه تاسو ته یوه خبره کوم خدای دې وکړي چې توهین او اهانت پکې نه وي زه په 2015 کال کې ننګرهار ته لاړم د ګل آغا شیرزي په دعوت باندې چې هغه هلته والي وو کله چې هلته لاړم
نو زه اول لانم راډیو تلویزیون ته چې زما سره کار یو وخت کې هلته هم راډیو تلویزیون سره و په 90s کې نو زه چې لاړم دا راډیو تلویزیون کې مې وسایل ولید ټول زاړه ټول هماغه فیتي ډېرې په بد حالت کې نو سبا ته هغه پروګرام د ګل آغا شیرزي خلاص شو نو ګل آغا شیرزي ما نه وغوښته چې تم په دې مجلس کې خبرې وکړې یو دوه دوه نیم زره درې زره کسان د ننګرهار نه راټول شوي وو ما هلته خبرې وکړې او په خبره کې مې دا یادونه وکړه چې زه حاضر یم چې یو ډیجیټل د راډیو سټوډیو او وسایل زه د ننګرهار راډیو تلویزیون ته ډالۍ کړم خلک هم خوشحاله شو زه هم خوشحاله شوم زه کابل ته راغلم دا مواد مې ټول په دغه کې بسته‌بندي کړه په کارتنونو کې یو هفته بعد ما ته رئیس د راډیو تلویزیون د ننګرهار زنګ ووهه سلام علیکم سره وکړه نو ما ورته ویل خوش تلیفون دې وکړه هغه مواد تیار دي چې تاسو ویسئ دا اکویپمنټ مې درته برابر کړي ډیجیټل چې استفاده ترې وکړئ نو ما ته یې په ځواب کې وویلې چې وروره ډېر معذرت غواړم موږ وسایلو ته ضرورت نه لرو که ته کش پیسې لرې موږ هغې ته ډېر ضرورت لرو ماشونه واقظامې پاتې دي نو ما ته چې دا خبره وکړه زه نورم خفه پسې خفه شوم چې زموږ ملک زموږ خلک هماغه د کش پیسو خبره ده کوم شي کې چې خپله منفعت نه وي بس بدبختانه متاسفانه نه ګرځي هغه دلیل دا دی چې د کار په راس کې هغه تاسو چې فکر کوئ اهل کار خلک نشته دی او د کار په ارزښت هغه سړی پوهېږي چې هغه واقعا د صفر نه شروع کړي تر یو ځي پورې زحمت ایستلی هغه پوهېږي چې دغه کار د وطن ته څومره په ګټه دی نو دغه یو مثال و نه څوک هو یقینا هغه کش پیسو ته یې کش ورکړی د پښتنو خبره په جیب کې بدبختانه دغه یو زما د لیدلو سترګو یو دا یو هغه نه ده صاحب دلته ما بله ورځ هم وویلې دلته یو 15 لکه ډالره سامان والا دی طبي او صحي دا یو هغه د عبدالله مجدي نومېږي هغې ویلې د ما یو مشتري و راغی د ما دوکان ته کالي یم خرڅول ولې چې د افغانستان یم ول افغانستان موږ دا د شفاخانو چې بیخي هغه استعمال سوي نه دي که هغه سپیچ هغې هغه کوي د هر دوه درې کاله هغه نوې ټکنالوژي هغه خپلو شفاخانو ته راوړي چون دا د څورته وایي د شفاخانو تر منځه وایي رقابتونه موجود دي هغه یو ګدام کې اچولي دي راوړو تاسو ته یې مفته در لیږو موږ غواړو چې یو څوک پیدا کړو یا افریقا ته او یا آسیا ته دا خو به ډېر شي افغانستان وایي ما یو میاشت منډې ویلې چې زه دا پیدا کړم چې د وزیر د معارف هغه صحت عامي څوک ده بیا رامین وکړه څه بلا وصاحب هغه مې وایي پیدا کړه دا د لسو کلو مخکې مسله ده د کرزي د وخت وایي بیا مې چې پیدا کړه تلیفون مې وروکړه چې دغسې شیان دي او دا حالات دي او دا ډېر ښه بیډونه دي او بسترې دي چې یو مریض کې ویده شي دغه خپله بستره ساخت د امریکا ده او پاکستان او نور مملکتونه ورسره همسري نه شي کولی ډېر ښه دي وایي ما ته هغه ویلې چې بیادر والا ما خو موږ وخته له پاکستان سره قرارداد کړی ده ډېر تشکر موږ نه غواړو دا شیان موږ ورته ویلې دا مفته دي وایي مفته هم کوي یعنې معنا دا ده چې پاکستان سره یې معامله کړې ده بیا هلته هغوی خورد و بورد کړی هر قرارداد کې دوی غلا کړې او دا چې مفته ورولېږي خو هغه قرارداد له منځه ځي او خرابېږي یعنې دغسې شیان دي هلته دوستان عزیز حاجي صاحب سید داود هغه تشریف دارن حاجي صاحب دا د مطبوعاتو په هکله به بیا بله ورځ تعین کړو چې لږ ذره مفصل وخت ولرو چون موضوع ډېره عمیقه ده څه دي ویلې دا نیم ساعت کې به زه وایم ګنجایش ونه لري تاسو خوښه وځم یو دا مخکنی خبره چې تاسو وکړه په 2008 کال کې خوانی ولسمشر حامد کرزی د قطر د یو تا وخت چې موږ سره مرسته وکړي قطر خپل یو وزیر راولېږه زمنګ د افغانستان د کابینې وزیر سره خبرې وکړې چې زه راغلی یم څه کومکونه هم په کار دي په کومو برخو کې تعلیم تربیه کې صحت کې فرهنګي کې چې موږ تاسو سره مرسته وکړو هغوی ورته وویلې چې وزیر په ځواب کې زموږ افغان وزیر ورته وویلې چې اول خو یو دوه زه د زرې موټر په کار لرم که یو دوه زه د زرې موټر ما ته واخلې بیا به وروسته په دغه خبرې وکړو په پروجکټ باندې خبرې وکړو چې په کومه برخه کې تاسو موږ سره کومک وکړي نو قطري وزیر چې دا خبره واورېده بېرته یې ټکټ هماغه روزمره بوکه او سړی لاړه قطر ته بیا یو سنتم چې افغانستان سره کومک ونه کړ دلته جی صاحب یو سړی وتاویل یو موټر راوړی دوه لکه دي که یو میلیون ارز دي 3.2 میلیونه ډالر صاحب 3.2 میلیونه ډالر په کابل کې 3.2 میلیونه صاحب وبخښي نو زه که ستاسو اجازه یې دغه مسله به هم ډېر مختصر خبرې وکړم که چېرته بل سوال وي دلته سوالونه ډېر دي زه وایم دغه د مطبوعاتو چې ما مخکې اعلان وکړ دا به یو بل پروګرام ورته جوړ کړو 20 دقیقې پاتې دي 20 دقو کې زه هم نیم کلنه سي خبرې دي ښه
خوښه ستاسو ده، یعنی مطلب که تاسو غواړئ هر کله چې وګورم، زه غواړم چې یو پروګرام به جوړ کړو چې د مطبوعات تشریح کړم، مهمه ده خبره. چون ډېر بله، سلام علیکم. سلام علیکم آقای خطاب، عرض سلام بر شما دارم، بر جناب عزیز سید داود هاشم جان هستم، تأخیرشان را تبریک میگم و بر شنونده ها و بیننده های شما من سلام دارم. و علیکم سلام، بفرمایید. من از آقای سید داود دو سوال دارم، میخوایم که این مطرح بکنم. سوال اول من این است که قسم کمی ما شما شاهد هستیم تبلیغات در مورد کارکردهای سیاسی تنظیم ها از سال 57 تا اکنون، از شروع خلق پرچم گرفته و تا قبل از او تا تنظیم ها اینا بزرد یکی دیگه در این یوتیوب وجود داره. آیا چیزهای برای خونسازی از این تبلیغات از فریدارور آقا وجود داره؟ به اینکه اگر آدرس ثبتن که ما بریم در اینکه بخاطر روشن شدن بیشتر موضوع از اونها از اون مقام استفاده بکنیم. سوال اولم. و سوال دوم از رئیس فریدارور است، قسم کمی ما شما شاهد هستیم یک شخصیت بین‌المللی، چون سوال موافقی به داره امروز یعنی سید داود مخلصانه این را مطرح میکنیم که در مورد سیاست ایالات متحده امریکا یکی از خبرنگارای پیشتاز دنیا به نام جولیان اسانج به نام شبکه ویکیلیکس یک سلسله افشاگری ها کردن. از مواد دیگر را چقدر استفاده کردن و نظرشان در مورد کارکردهای جولیان اسانج چی است؟ اینو میگید سواله داشتیم. ما خب حالا نگرفتم، اگر حاجی صاحب تا واوریده دو خبر عرفای اینا رو شنیدین دیگه. بله، مرج ما سلام و احترام خدمت هاشم جان تقدیم میکنم. منتها در ارتباط ایجی که مثلا تنظیما در ضد حزب دموکراتیک خلق چه نوشته کردن یا اعضای حزب دموکراتیک خلق نظریات که به ارتباط تنظیما ارائه کردن، این خو مسائل هست که بین دو گروپ است. ما از این گپا زیادتر خودداری کردیم، ما کوشش کردیم واقعیت هایی که در افغانستان تیر شده، واقعیت هایی که مثلا در پیشاور تیر شده، چی مربوط به تنظیم ها میشه، چی مربوط به حزب دموکراتیک خلق میشه، ویدیو ازیرا، فوتو ازیرا، آدیو ازیرا، سلاید ازیرا جمع کردیم امره معلومات هایش. این قضاوت ها میگذاریم برای کسایی که سر تاریخ او سر آینده افغانستان میخواین که بفهمن، ریسرچ کنن، بیایید که ما کسی را خوب بگوییم یا کسی را تعریف کنیم، یا یعنی نظر خود ما شامل نیست. خلاصی طور برتان عرض کنم، تنها معلومات از امرای اسناد برای مردم ایره ایرائه میکنیم. در ارتباط ویکیلیکس ما برتان عرض کنم، شاید شما هیچ تصور نکنین، خو اگر خطاب سب کاش که امطور آرشیف منظم می داشتم این لحظه گپای را که ویکیلیکس در 2006 و 77 بعد از این نشر کردن، ما برتان عرض میکنم ما مو گپا را در 2002 و 3 و 4 به نام اراده یک روزنامه بود در کابل که از طرف دفتر ما نشرات داشت. امی روزنامه امی تمام مسائل پیش از اینکه ویکیلیکس سر جزئیات به ما ایره نشر میکردیم. متاسفانه شما خو میفهمید که بسیار دشوار است، اگر یک رادیوی خارجی یک چیزی میگه او را اکثریت مردم یقین میکنه، اما اگر یک رادیوی خود افغانا یک چیزی میگه برای مردم شک و تردید رخ میده. من فکر میکنم چیزای ویکیلیکس برای من او نبود، شایدش صدای امریکاست، شایدش که ما سال دو دفعه یا سه دفعه هم خطاب سه مصاحبه کردیم هر سه ماه یا هر شش ماه. تقریبا ما معلومات عمومی را به جزیات و امره صدای امریکا در اون سالا ما هفته یک پروگرام داشتم، یعنی هر هفته ما مسائل وزارت با وزارت، ولایت با ولایت، ولسوالی با ولسوالی ایره در مصاحبه خود اونا یک پروگرام داشتن به نام تاکشوی که خبری و عطری و یا گفت و شنود. به اینی برنامه ما با فکر میکنم که افغان ها پیش هستن و یک تعداد افغان های دیگه هم در کابل بودن. مثلا من نام اگر بگیرم از دادی نورانی، یکی از روزنامه نگاران بسیار معروف افغانستان، خداوند روح شاد داشته باشه، و یک تعداد دیگی که فعلا در قید حیات هستن، اونا هم مطالب از اونا را که شما مطالعه کنن بخوانن بسیار دقیق بجای. ما فکر میکنم ویکیلیکس گپش یک رقم از نظر ما هم جنبه سیاسی داشت، هم در خود دولت امریکا یک نوع پشیمانی در پالیسی ها دیده میشد، یعنی اینو تر یک موضوع بوده، یعنی زیادتر یا حقایق و واقعیت ها روانا در اوجه نشر میکدن. تقریبا چند نشریه بود که اونا هم رای میگپا سر و کار داشتن. بله، سلام علیکم.
السلام علیکم خطاب صاحب محترم. سنگی. سلام خدا به شما و با حاجی صاحب و بینندگان تلویزیون پیام افغان تقدیم میکنم. خدا خداوند حاجی صاحب خیر بده که نموت یک چیز را درست کرده. حاجی صاحب ما دمی سفرهایی که در افغانستان در سالهای 80 دمی جبه های گرم کردیم، ما بجز از مولوی صاحب خالص صاحب در جبه دمی جهاد در جبه جنگ و یکی از لیدرهای افغانه و اشتوگانه را ما در جبه های جنگ ما ندیدم، نه اولادایشانه و نه بچه های جنرال ها را نه بچه های وزیر ها را، یعنی عامیانه بگیم یک پتلون پوش ما در وجه ندیدم. اکثریت کسایی که جهاد کردن اینمی کلینر و موتروان و دیقان و باغوان و اونمون مردم در جهاد سرتاسری امی ملت افغانستان بود که ملت مظلوم ما بود که جهاد کردن. آیا شما در یسنادای تانمی یکی از لیدرا یا اهل یا دمی جهاد حضور داشتن یا نه؟ اینمی سوال ماست که شما آجا. بله عجیسه ما سلام احترام خدمت مامان سب تقدیم میکنم. منطقه عرض ماییست که دمی پروژه که ما مصرف کار بودیم امی کارهایی که ما کردیم تقریبا همراه ما 120 نفر افغان دمی تیم شامل بوده، یعنی این کار یک نفر نبوده، 120 نفر در تولید شامل بوده و 30 نفر افغان در دیجیتالیزیشن یا دیجیتال سازی از این پروگرام همراه ما همکاری کردن. اما شیوه که ما در وجه کار میکردیم، اول میخوایم ما میره حضور تان عرض کنم، وقتی که گروه تیار میکردیم 3 نفری بدخشان، تخار، بغلان، فاریاب، جلال آباد یا روان میکردیم، ما خودم هم سال یک دفعه مثلا ما خودم به حیث پروژیسر کامرمن عکاس همراه مداخل رفتیم و همچنان دیگه آمرین دیپارتمنت های ما که بدن یک مرتبه هر یکی از اینا میرفتن میدیدن که چه مشکلات است، چرا اگه ما این مشکل دقیق نمیفهمیدیم باز همراه عکاس و کامرمن و خبرنگار خود یک زبان مشترک پیدا نمیکردیم. در ارتباط سوال شما که من ایره برتان عرض کنم، واقعا شما که اشاره کردین مولوی صاحب خالص و آقای حکمتیار و آقای استاد ربانی اینا کسایی بودن که بعضی اوقات در ولایات سرحدی می رفتن، اما این طور اگر من در اسنادی که من دارم متاسفانه من دیگر تنظیمه را یا رهبره را یا مردم های بسیار وزیدی از اونا را بسیار جنگ سخت بود، حالا خوی مسئله تیر شده یک موضوع عادی شده، چون بدبختانه هر روز ما از دیگر روز که در یک رقم بتر میشه. اما او وقت ما فکر نمی کنم که او آسان بوده او ای رهبرا میتونستن که برن، او رهبرا را که شما هم نام گرفتن یا تقریبا در میسرحدات میرفتن، اونا هم به بسیار گپایی که مثلا سیکوریتی از یا گرفته میشد برای زنان زیاد اقدامات میشد، اما امرای مردم مجاهدین عادی که بیچارا در سنگرا افتیده بودن و جهاد میکدن ما اینطور اشخاص و افراد مسئول تنظیما را ندیدیم. او وجود هم نداشت او ساده هم نبود، حتی اکثریت اسلام آباد زندگی میکردن، کسی در پشاور هم زندگی کردن نمیتانیست و یک تعدادی که مثلا میرفتن اونا تا سرحد هم میرفتن، یعنی داخل افغانستان رفتن در وقت اشغال شوروی سابق اگر ساده نبوده. متاسفانه ما کسی را ندیدیم در لب لبی ها و بازی میکردن و دیگر تیلا میکردن که برنده بر. آجی صاحب ما از خودت اظهار امتنان دارم، باز هم تبریک عرض میدارم، خدا کنه که حداقل امو رفاقت ما و شما و حداقل به حیث یک ژورنالیست موفق و شخص صادق افغانستان از شما یک تقدیر کرده باشیم از طریق مطبوعات و چند ساعتی را که با هم صحبت کردیم، هم معلوماتی بود و هم تشویق برای همه ما بود، کسایی که صادقانه عمل میکنن امو سرمایه و امو داشته ها یقینا برشان یک غنای شده میتونن، صرف غنای مادی دوستان عزیز انسان به مراتب بالا نمیبره. شما در طول تاریخ سیر حوادث ببینین امی اشخاصی که راستی ماندگار ماندن و در طول تاریخ بشر کارنامه های از اونا سیر تاریخ ابنای انسان تغییر داده و جهت داده میبینین، اونشا پولدار هم نبودن، از حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم که
ای چیز میگه باقی ازشان نماند، اما تو خلفای بزرگ اسلام و حتی می گاندی یک لنگ داشت و یک بز داشت و اینا، یک سه کشور آزاد ساخت که از او بنگلدیش و پاکستان و هندوستان درست شد. اما تو مارتین لوتر کینگ یک شخص متمول و پولدار و نمیدانم سرمایه‌داری نبودن، اشخاص یا نلسون ماندلا در افریقا یک شخص فقیری بودن، مگر غنای از اونا راستی نه با پول معامله میشه و نه با کدام دارایی. اینا یگان بار میگن که جوهری که از یه عبیده تاریخی میگه ارزش پولی میگه با پول حساب شده نمیتونه. باز که میگه چرا؟ میگه ای ارزش از این قدامت تاریخی از او است و او دیگه چونم یکی است دیگه در جهان دیگه پیدا نمیشه، بنانی رو باید موزیم گذاشت که مردم او رو ببینه. او در بازار عادی به فروش رسیده نمیتانه، تا برای فروش نیست. یک الماس به نام کوه نور که در وقت نمیدانم کدام پادشاه افغانستان بود او رو بوده شده توسط انگلیسا به موزیم انگلستان او رو گذاشتن، او میگه ایچ کل جهان هم اگه پولیش بیارین برای انگلیسا بتین او رو برای شما نمیتن. بنان انسان هم غنای ارزش های انسانی از اونا بسیار مهم است که او به پول حساب نمیشه. حالا ما پولدار داریم، فرزن بیلیونر، یک بیلیونر پیدا شده در افغانستان که یک وقتی ما به ندرت میلیونر پیدا کرده نمیتانستیم در افغانستان فقیر، و امروز پول باداوردی مردم و دارایی ها، یعنی از همونطور که چی میگه منصب تصنعی جنرال و که مارشال و که وزیر و که رئیس جمهور از بیرون آمدن بیارزش، یک گودی لطهی دست دگاه مورد لعنت خداوند و مردم خداوند قرار میگیرن. اونا فکر میکنن که رئیس جمهور هستن مگر لعنت میشن، اونا فکر میکنن که وزیر هستن مگر مردم از اونا نفرت دارن، مگر بعضی مردم ستاروار میدرخشن، یعنی با مردم خیانت نمی کنن، دستشان آلوده نیست، گذشته های پاک دارن. دیگه بنان همو غنا برای فامیل فامیلی از اونا کفایت می کنن. ما آجی صاحب هم وقتی ارزیابی می دارم و دوستا اونا داستان کردن، یعنی ارزش معنوی همی کارهایی که اینا کردن او بالاتر است نسبت به یک چند دلار و پول و منالی که آل مردم تصاحب شدن. دیگه ما بازم تبریک میگم آجی صاحب، دیر منان التانب تا به خدای سپارم. بسیار جا تشکر خطاب صاحب، شما لطف کردن، مهربانی کردن، ذره نوازی کردن. واقعا ما در افغانستان اشخاص و بزرگای داشتیم که خدمت کردن، یک سابقه صداقت و ایمانداری و تعهد به وطن با یک تعداد زیره، و اگر نام بگیرم شاید دوستا دیگر هم فکر کنه، اما بجز یک خانه نشیمن اکثریت از اینا دیگه چیزی نداشتن. دیگه به هر ترتیب ما تشکر از شما میکنم، تشکر از بیننده عزیز میکنم و بازم میکاره برای مردم افغانستان تبریک میکنم. بسیار زیاد تشکر، به خدا میسپارم ایتان عجیز خدا بخیر. دوستان عزیز همیتر است، چون اخبار افغانستان هم داغ بود دوره در آغاز، خواستم که همون طرف جهت پروگرام به اخبار نروه، به اگه حساب کشانیده نشوه. مصاحبه ما با تقدیر از جناب حاجی صاحب سید داود آقا، کارنامه های از اونا و داشته های کاری از اونا بود و یک اکنالجمنت، یک تقدیر. اخبار انباشته شده، یقینا شما میدانین که خبر نو هم همی بود که هفته آینده طالبان را پاکستان میکشانن به میز مذاکره جبران. سرتاج عزیز سیاست مدار کونکار پاکستان و وزیر خارجه از اونا که او هم پشتون سرحدی هستند و پشتو اردو انگلیسی روان تکلم میدارن، از اقل یک شخص بسیار حکاک و بلایه هست، امو شیطانای سیاست همی مردم هستن. اونا گفتن که زعمای طالبان در پاکستان هستن و ما اونا را به میز مذاکره میکشانیم و اگر به حرف ما نکنه اونا را از پاکستان اخراج میداریم. در اینجا اول خواهیم مسئله خود جبر که یک نفر جبران به میز مذاکره بکشانین، اگر نه شما را ما تارمار میکنیم میکشیم. مثل در افغانستان یک دختر
وقتی نمیخواست باید کسی عروسی کنه باز او پدر از او ولور میگرفت و نمیدانم تو یا نه و جیب پدر از او را پر میکرد یک شخصی که دلخواه او دختر نبود او را با چشم عشق پر به خانه شوهر میفرستاد و دل از او نمیخواست بدبخت میشد امروز هم طالبان را جبران با معامله سیاسی که با بادار خود امریکا و دیگر کشورها میداره و خواسته های مادی از چین و از امریکا و اینا دارن اینا را جبران به میز مذاکره میکشانند که اینا حداقل ما توانستیم که طالب به میز مذاکره شیطان های پاکستان بیارن که مذاکره کنن اگر اونا کشانیدام شد و کسایی نخواد بودن که او کسی که میخواه بهشت هدفی از او است و مجادله و مبارزه علیه اشغال است و فکر نمی کنم برو با میز چند نفر اشغالگر چون امریکا و بردی از اونا حکومت افغانستان و یه چند تا رزیل سیاست بینشین و باز گفت و شنود داشته باشه و باز علقی بردگیر و مثل دگاه در گردن خود پرت بیاین تا جایی که ما میدارم و اگر هم میان اول خود همی پاکستان امریکایی که جنگیری چهار متره میرن و اونجا مینشین و امیره نمیگن خب شما میدانین که در سیاست خدا و دروغ و اخفال مردم امی است با کدام حد اینا عمق ثانیه برای افغانستان چیده میشه و خدا و دروغ است اگر نی خو اگر اوتر بود ای کسایی که در افغانستان تلف شدن حملات انتحاری صورت گرفته طالب مرده و جانب مقابل از بین رفتن در طول سالها و امروز قبضه طالب به دست پاکستان افتاده و اونا جبران اونا را اخراج میکنن چرا ایره 14 سال قبل نکرد که خونریزی ها صورت نمیگرفت و استغاثه و خواهش حکومت افغانستان ادی اقل از حامد کرزی گرفته و تا اشرف غنی همی بوده که اینا را مهار کنن و لانه های از اونا را ویران کنه و که چطور کنه و چنان کنن که گویا پاکستان اینا را میفرسته اگر اوتر است خواه الان خونریزی هایی که در افغانستان صورت گرفته مسئولیت از او را سر تاج عزیز اونو پذیرفت اما تو که اسامه بن لادن سرکرده تروریستا گفته از اینا در پاکستان سروکلی از اونا پیدا شد خب خیلی طالبان هم در اونجا هستن و امریکا برا اینا را بگوین که خب مسئولیت شما دارین حتی امریکایی های ما هم که اینجا کشته شدن مسئولیت از او به دست پاکستان است هر امریکایی را که طالب کشته شما مسئول هستین در طول سالها چرا اینا را از پاکستان اخراج نکردین مگر چون افغانستان مردم افغانستان مدافعی نداره حکومت افغانستان گفتم یک پپیت یک گودی بیش در دست کشورهای بزرگ نیست و اونا را حمایه میداره با بالا اقتدار آوردن بران در او توی کشور شما یک تقاضا توقع از توی یک حکومت دست نشانده ندارین چون نماینده مردم افغانستان نیستن اگر طالب آرام شوه فرحت و سودی از او به حکومت میرسه همینا به اصحاب آرام حکومت میکنن مردم افغانستان خو آرام نمیشن چون اما سرقت و خورد و برد در اونجا هست و یک حکومت تحمیلی برای از اونا هست اما حکومت دیگه هم ریشه های از اونا استوار میشه اشغال دوام میکنه بنام دوستان عزیز همه طور هست یه اعلان حکومت پاکستان که طالب ما زیر نظر ما و زیر کنترل ما هست اونا رو به میز مذاکره میاریم این سوالات را خلق میکنه یک فکر حداقل که مغز کار کنه متصل همین خبر اخبار نمیدونم فساد اداری و آماری که گرفته شده همین ازی تقریبا 80% پروگرام همین بخش خبری از عدم کفایت حکومت پر بوده و اینکه مردم چقدر به سوتو آمده از دست حکومت بی کفایت او را هیچ اغماز می دارند صرف همین باید یک طالب با یک چند نفر طالب به میز مذاکره کشانیده شود که باز کچکول پاکستان از پول باز پر شود از آغاز جهاد که اینا به سر خون افغان رشوه سیاسی گرفتن برای سرویس خود حال هم همین میزکا و رفت و آمد و تجمعات در درون خود ثانیاتی داره در درون خود خدایی داره به هر حال دوستان عزیز به اینجا بسنده میشیم هر کدام به خداوند لایزال سپاریده خداوند یار و مددگارتان پمخم کسی